بچه ها، در کلاس قبلیمون ما تا قسمت پروتئین ها، تا آخر پروتئین ها رفتیم، توضیح دادیم وظایف پروتئین ها رو. توی این جلسه خب میخوام اون گفتار 3 فصل 1 رو، اون آخرش رو که بخش آنزیما هست، تموم کنیم. بعد از اون هم بریم سراغ پایه، یعنی بیشتر وقت رو میخوام بذاریم روی پایه، اون تایمایی که عقب افتاده بودیم توی پایه جبران بشه. یعنی توی 12 فقط همین یه تیکه آخر رو باش کار داریم که تو همون مبحث آزمون و قدمشتون هم همین. خب بریم سراغ آنزیم ها. بچه ها، آنزیم ها یک گروه مهم از پروتئین ها هستند و در ضمن همشون هم پروتئین نیستن. یعنی به طور کلی بخوام بگن آنزیم، میگن گروه مهمی از پروتئین ها آنزیمی هستند، این حرف درستیه، ولی الزاماً همه آنزیم ها پروتئینی نیستن. یه تعدادی از آنزیم ها از جنس رنا هم هستن و آنزیم غیر پروتئینی هم داریم. به طور کلی بچه ها، این قسمت آنزیم رو گذاشته همراه با پروتئین ها گفته به خاطر اینکه خیلی اهمیت داشته، وگرنه ارتباط خاصی بین مثلا مطالبی که قبل گفتار سه تا اینجا تا بعدش که آنزیم ها هستش رو باشه، هیچ خیلی ارتباط معقولی وجود نداره. صرفا چون به هم دیگه نزدیک بود مباحثشون، جفتشون توی گفتار سه اومده قرار داده. میگه واکنش های شیمیایی در صورتی سرعت مناسب میگیرن که انرژی اولیه کافی برای انجام آنها وجود داشته باشد. پس بحثی که اینجا داریم اینه که واکنش من سرعت مناسب بگیره. یعنی لفظ سرعت مناسب خیلی توی این جمله مهمه. چرا؟ بچه ها، منظورش توی اینجا که میگه سرعت مناسب بگیرن این نیستش که اگر آنزیم وجود نداشته باشه یک واکنش اصلا انجام نمیشه. همه واکنش های شیمیایی بچه ها در حد میکروسکوپی با سرعت خیلی خیلی کم ممکنه در حال انجام باشن. وقتی من آنزیم رو وارد محیط میکنم این سرعت خیلی زیاد میشه. یعنی تنها کاری که آنزیم انجام میده اینه که میاد سرعت رو یهو چند هزار برابر میکنه و بنابراین واکنشی که از لحاظ ماکروسکوپی انجام نمیشه، ولی حالا از لحاظ میکروسکوپی تعداد کمی از مولکول‌ها دارن انجامش میدن، رو برای من به یه واکنشی که داره انجام میشه تبدیل میکنه. پس این سرعت مناسب، حواستون باشه که واکنش ها با سرعت کم بدون آنزیم انجام میشه. یعنی بچه آنزیم هیچ واکنش رو از حالت غیر ممکن به حالت ممکن در نمیاره، فقط کل کاری که میکنه اینه که میاد عملا یه واکنشی که با سرعت بسیار بسیار اندک، یعنی نزدیک به صفر در حال انجام هست رو که ما اصلا نمیبینیم، اگه اصلا پیشرفت نداره اون واکنش، میاد توی یه سرعتی انجام میده که ما متوجه بشیم انجام شده. بنابراین این خیلی لفظ مهمیه. این که بگه واکنش های شیمیایی که غیر ممکن است رو ممکن میکنن غلط میشه. واکنش شیمیایی دارن با یه سرعت خیلی کندی انجام میشن، میاد سرعت رو بیشتر میکنه. میگه انرژی اولیه کافی باید برای انجامش وجود داشته باشه، این انرژی رو بهش میگن انرژی فعال سازی. خب منظور چی از این حرفی که زده؟ ببین من یه مثال میزنم برای شما. فرض کنید من یه ظرف دارم، این ظرف یه حالت، میخوام مثال بهتون بگم بچه، یه این ظرف توش یه تعداد اوهاش وجود داره و یه تعداد هاش، یعنی توی این ظرف یه واکنشی میخواد انجام شه که توی این واکنش این هاشا بیان با اوهاشا برخورد کنن، هاش دو ایجاد شه. یه واکنش فرضی رو میخوام بهت بگم، یعنی مورد خاصی نیست، این چون واکنشیه که ملموس تره واسه شما، راحت‌تر متوجه میشینش. بچه ها انرژی فعال سازی یعنی چی؟ ببین زمانی که دوتا ذره توی یک مخلوط، من خب گرما دارم و این گرما باعث میشه که ذرات من حرکات جنبشی داشته باشن، زمانی که توی یک مخلوط میخواد یه واکنش صورت بگیره، مکانیزمش به این صورته بچه ها. ذرات که میخوان با هم دیگه برخورد کنن، در ابتدا که میخوان به هم نزدیک بشن، همینجور ذرات حرکات گرمایی نامنظم دارن دیگه، میخوان به هم برخورد کنن یه واکنش انجام شه. زمانی که ابتدا به هم نزدیک میشن بچه ها، چون ابر الکترونی دارن و ابر الکترونی بارش منفیه، این دافعه ایجاد میکنه. یعنی اگر که اینا حرکتشون خیلی سریع نباشه، همینی که مثلا دوتا ذره میخوان به هم نزدیک شن که بیان با هم پیوند تشکیل بدن، این ابر الکترونی دافعه ایجاد میکنه، اینا اصلا به هم نمیرسن، اصلا دفع میشن. اوکی؟ پس اگر انرژی جنبشی ذرات توی اون محیط واکنش من خیلی کم باشه، نتیجهش این میشه که این ابر الکترونی اصلا به هم برخورد نمیکنن. ولی اگر انرژی جنبشیشون به اندازه کافی زیاد باشه چه اتفاقی میفته؟ در حین این حرکاتشون میان با هم برخورد میکنن، در یک لحظه بچه ها ابر الکترونیشون با هم تداخل پیدا میکنه و همون تداخل در یک لحظه کافیه واسه اینکه یک پیوند اشتراکی
در واقع شکل بگیره. بچه ما جلسه پیش رو تا قسمت تا آخر پروتئین کار کردیم، رسیدیم به قسمت آنزیم ها، یعنی ابتدای آنزیم ها رو رسیدیم. بچه آنزیم ها خیلی ارتباطی با پروتئین الزاماً نداره، چون میدونیم همه آنزیم ها اصلا پروتئینی نیستن. علتی که اومده تو این گفتار گذاشته به خاطر اینکه یه مقدار خب موادشون به هم مشابهت داشته، یعنی اصلا فرض کنید شما وارد چه جدیدی شدیم، اون ساختار پروتئین ها تموم شد، الان یه مبحث کاملا مستقلی از لحاظ مفهومی. خب بچه تو آنزیم ها چی میگه؟ میگه واکنش های شیمیایی در صورتی سرعت مناسب میگیرند که انرژی اولیه کافی برای انجام آن وجود داشته باشد. پس از اینجا بچه ها یه چیز رو میفهمیم، واکنش های شیمیایی که به طور عادی توی بدن جاندار انجام میشه، داره حتی بدون آنزیم با سرعت بسیار کم انجام میشه، یعنی با سرعتی که مثلا شاید اگه 100 سال بهش زمان بدیم یه واکنش شیمیایی ساده مثلا تکمیل بشه. پس بچه واکنش های شیمیایی که انجام پذیر هستن، یعنی واکنش هایی که ذاتن میشه انجامشون داد، این واکنش ها همیشه دارن با یه سرعت خیلی کمی انجام میشه. آنزیم بچه ها نمیاد یک واکنش غیر ممکن رو تبدیل به یک واکنش ممکن کنه، بلکه میاد واکنش رو با سرعت مناسب باعث میشه که انجام شه، یعنی واکنش با سرعت کم هم بدون آنزیم انجام میشود. این رو مد نظر داشته باشیم. پس اگر بگه مثلا انجام واکنش را ممکن میکند توی تست، یا مثلا واکنش های غیر ممکن را انجام میداد، یا همچین لفظ هایی به کار ببره، غلطه. واکنش داره بدون آنزیم هم انجام میشه، ولی انقدر سرعتش کمه که اصلا فایده نداره، انگار انجام نمیشه. ما ماکروسکوپی که نگاه میکنیم میبینیم انگار واکنش هم هیچ پیشرفتی نداره. وقتی که آنزیمو که میریزیم توی محیط میبینیم واکنش پیشرفت کرد. پس عملا اتفاقی که میفته شبیه به همون چیزیه که من توضیح دادم. خب این از این. مورد بعدی میگه که در صورتی سرعت مناسب میگیرن که انرژی اولیه کافی برای آن وجود داشته باشد، به این انرژی میگن انرژی فعال سازی. خب این انرژی فعال سازی یعنی چی؟ من داشتم توضیح میدادم، گفتم آقا شما فرض کنید یه ظرف داریم، کلاس بچه‌ها تازه شروع شده، یه دو سه دقیقه شروع شده، یه ظرف داریم که حاوی هیدروژن و اوهاش هستش. یه واکنشی که حالا مثلا یه ذره ملموس باشه، میخوام یه مثالی بزنم که واسهتون ملموس باشه، یعنی آقا اوهاش به علاوه هیدروژن با هم دیگه برخورد کنن بدهند H2O. انرژی فعال سازی رو من میخوام واسهت توضیح بدم عمیق بفهمی منظور چیه. ببین توی این ظرفه خب ذرات چی دارن؟ انرژی جنبشی دارن، حرکات گرمایی دارن. این حرکات گرمایی ذرات باعث میشه حرکات ذرات به صورت نامنظم به همه جهات حرکت کنه. واکنش که انجام میشه، واکنش زمانی انجام میشه که دو تا از این ذرات بیان به هم برخورد کنن تا یه حدی بچه‌ها ابر الکترونشون با هم تداخل پیدا کنه، و این تداخل ابر الکترونی در یک لحظه باعث میشه که یه پیوند اشتراکی یا کووالانسی بین این ذرات برقرار شه، یعنی اوهاش و هاش مثلا ابر الکترونش با هم یکیشه بشه H2O. اوکی خب این پس میشه اتفاقی که توی واکنش میفته. حالا انرژی فعال سازی یعنی چی؟ ببین اگر ذرات با انرژی جنبشی خیلی کم به هم برخورد کنن چه اتفاقی میفته؟ مثلا فرض کن یه اوهاش هاش میان به هم نزدیک میشن، ما میدونیم که ذرات ابر الکترونی دارن، ابر الکترونی هم خب بارش منفیه، پس اگر با انرژی جنبشی کمی اینا بیان به هم نزدیک شن، این دافعه ابر الکترونی باعث میشه که اصلا ذرات به هم برخورد نکنن، دفع شن اصلا دوباره جدا شن، یعنی همچین اتفاقی میفته، اصلا به هم نمیرسن، دفع میشن میرن. ولی اگر انرژی جنبششون به حد کافی باشه چی میشه؟ این ابر الکترونی میاد در یک لحظه تداخل پیدا میکنه، اینا با هم چی میشن؟ پیوند کووالانسی برقرار میکنن. پس سیستم انجام واکنش به این صورت. انرژی فعال سازی یعنی همین، یعنی اینکه بچه‌ها ما تو شروع واکنش یه مقدار انرژی بدیم که این برخوردها به حدی بشود که ابر الکترونیا با هم تداخل بکنن، یعنی برخوردها به حدی محکم باشه که ابر الکترونیا با هم تداخل بکنند و واکنش انجام شه. بنابراین اگر انرژی جنبشی، انرژی فعال سازی رو ما بهش ندیم، آیا واکنش انجام نمیشه؟ خیر، واکنش به میزان کم ممکن انجام شه. یعنی چه جوری؟ آقا بالاخره ما میدونیم تو حرکات گرمایی حرکات نامنظمه دیگه، انرژی جنبشی تک تک ذراتی هم که توی یک ماده هستن با هم برابر نیست، یعنی ممکنه ذرات همینجوری دارن رندوم حرکت میکنن، فرض کن یه 5 تا ذره با هم دیگه بخورن به یه ذره، این باعث بشه که خیلی انرژی جنبشی زیادی بگیره این ذره ای که مثلا فرض کن از 5 تا جا یه ذره برخورد کنن بهش، این باعث شه که کل انرژی این 5 تا ذره که برخورد کنن به این ذره خیلی همش جمع بشه توی این و خیلی انرژی جنبشی زیادی پیدا کنه. خب به صورت رندوم ممکنه ذراتی توی اون ماده من به اون حدی از انرژی جنبشی برسند که ابر الکترونشون با هم تداخل بکنه، برخوردشون برخورد موثری باشه، نتیجهش این بشه که واکنش من اتفاق بیفته. اوکی پس توی
اینجا که من اینو کشیدم در واقع منظورم بحث برخوردهای ذرات با هم دیگه بود. انرژی فعالسازی بچه ها در صورتی که وجود داشته باشه نتیجهش این میشه که واکنش با سرعت مناسب انجام شه. بدون دادن انرژی فعالسازی به یک واکنش، واکنش به صورت میکروسکوپی به تعداد بسیار بسیار اندک داره انجام میشه. هر واکنشی به صورت رندوم داره یه تعدادی انجام میشه. اوکی؟ ولی اگر انرژی فعالسازی کافی رو بهش بدم دیگه حالا همه اون ذرات تعداد قابل توجهی از اون ذرات دیگه برخورداشون به صورتی میشه که میتونن واکنش رو انجام بدن. یعنی اصطلاحا برخورداشون برخورد مؤثر میشه. برخورد مؤثر یعنی برخوردی که منجر به انجام واکنش بشه. یعنی این حالتی که بیان دفع کنن همونه، این حالتی که بیان به هم دیگه پیوند کووالانسی برقرار کنن. خب این از این. پس بحثی که اینجا وجود داره بحث اینه که انرژی فعالسازی باعث میشود که برخوردهای ما به برخوردهای مؤثر تبدیل بشه و واکنش ما انجام بشه. میگه انجام واکنش ها در بدن موجود زنده نیست که با عنوان کلی سوخت و ساز مطرح میشود. بچه ها اسم دیگه عنوان کلی سوخت و ساز متابولیسمه. این متابولیسم رو شما باید بلد باشین. خب پس داستانی که اینجا وجود داره اینه که کل واکنش هایی که به صورت نرمال توی بدن ما داره انجام میشه بهش میگن واکنش های متابولیسمی. اینا هم خب از این قاعده پیروی میکنن. نتیجه چیه؟ آقا اینا یا بهش انرژی فعالسازی میدیم که به صورت خوبی انجام میشه، یا انرژی فعالسازی نمیدیم که به مقدار خیلی کم انجام میشه. نه اینکه انجام نشه، به مقدار میکروسکوپی و خیلی اندک انجام میشه. میگه این واکنش ها با حضور آنزیم انجام میشن. چرا؟ ببین انرژی فعالسازی رو خب ما نمیتونیم به اون اندازه‌ای که میخواد اون واکنش، مثلا بعضا ممکنه واکنشی داشته باشیم یه انرژی فعالسازی فوق العاده بالایی بخواد، خب ما که نمیتونیم توی بدنمون مثلا به دماهای فوق العاده بالا برسیم، مثلا 1000 درجه که نمیتونیم برسیم که اون واکنش من با سرعت مناسب انجام شه. پس اومدیم از یه روش دیگه ای استفاده کردیم. اومدیم یه ماده به نام آنزیم رو گذاشتیم توی بدن موجودات زنده که بیاد انرژی فعالسازی مورد نیاز واکنش رو کم کنه. یعنی چی؟ الان واسه توضیح میدم. میگه آنزیم دو تا کار انجام میده. یک، امکان برخورد مناسب مولکول ها رو افزایش میدهد. دو، انرژی فعالسازی واکنش را کاهش میدهد. پس دو تا کاری که آنزیم انجام میده که باعث افزایش سرعت واکنش میشه، یکی افزایش امکان برخورد مناسب، دو کاهش انرژی فعالسازی واکنش. خب کاهش انرژی فعالسازی واکنش یعنی چی بچه‌ها؟ آنزیم مثلا فرض کنید یه پروتئینه که یه ناحیه‌ای داره به نام جایگاه فعال. ذرات میان توی اون ناحیه میشینن و به علت اینکه اون ناحیه به طور خاصی طراحی شده، ذرات همینی که بیان خیلی با سرعت خیلی کمی بیان اون ناحیه بشینن کافیه برای اینکه اون واکنشه انجام بشه. یعنی به جای اینکه ذرات خودشون با سرعت بسیار زیاد مجبور باشن به هم برخورد کنن تا واکنش انجام شه، آنزیم میاد یه صفحه پلتفرم، یه بستری ایجاد میکنه که اون ذراتی که من دارم بیان بشینن رو اون بستر با خیلی با انرژی جنبشی کمی و باز بتونن واکنش رو انجام بدن. یعنی ببین چیکار کرد؟ انرژی فعالسازی مورد نیاز واکنش رو کاهش داد. یعنی میگفت اگه قبلا لازم بود با این سرعت به هم دیگه برخورد میکردین تا واکنش انجام شه، الان با یه سرعت خیلی کم میام بشین روی آنزیم، واکنش در حدی هست، اون انرژی در حدی هستش که واکنش انجام شه. پس بچه‌ها کاهش انرژی فعالسازی واکنش نتیجهش این میشود که سرعت واکنش افزایش پیدا کنه. نتیجهش این میشود که دماهایی که توی بدن خیلی هم بالا نیست، مثلا 37 درجه، بتونیم واکنش‌ها رو با سرعت خیلی مناسبی داشته باشیم. یعنی عملاً ذرات دیگه خیلی نیاز به انرژی جنبشی نداشته باشن واسه اینکه واکنششون رو انجام بدن. خب اوکی، بریم ادامش. داشتم اینو میگفتم که در مورد بحث برخوردی که انجام میشه، برخوردهایی که صورت میگیره، کاهش انرژی فعالسازی باعث میشود که سرعت واکنش من افزایش پیدا کنه. خب این از این. مورد دوم میگه امکان برخورد مناسب رو افزایش میده. یعنی بچه‌ها جهتگیری ذرات در هنگام برخوردشون با هم دیگه بهتر میشه. یعنی نگاه کن، اگه مثلا اینجا من یه اوهاش داشته باشم، اینم یه هیدروژن باشه، این اوهاشه و هیدروژنه بخوام با هم دیگه برخورد کنن، از سمت هیدروژن ها، یعنی چی؟ یعنی از این سمت میان با هم برخورد کنن، خب واکنش انجام نمیشه. چرا؟ چون ما میدونیم H2O زمانی که میخواد ساخته بشه، هاش من باید به O بسشه، نه به هیدروژن اوهاش. متوجه شدی؟ یعنی باید از این ور بسشه، اتصالش باید با جهت مناسبی انجام شه. خب فرض کنید بچا تو این شرایط مولکولا دارن رندوم حرکت میکنن دیگه. خب نصف برخوردا به جای اینکه هاشه بیاد با او برخورد کنه، هاشه میاد با یه هاشه دیگه برخورد میکنه. یعنی جهت مناسبی در هنگام برخورد ندارن ذرات با هم دیگه. خب اینم یکی از عواملیه که باعث میشه خیلی از برخوردا منجر به واکنش نشن. آنزیم میاد این قضیه هم واسه ما رفع میکنه. یعنی اون جایگاه فعالی که داره به یه صورتی ساخته شده، مثلا اگه بخواد او هاشو به هاش وصل کنه، به یه صورتی ساخته شده که دقیقاً زاویه
اتصال هاش با اوهاش به صورت مناسب قرار بگیره، یعنی اون زمانی که این اوهاش و هاش میخوان بیان بشینن با هم دیگه پیوند برقرار کنن، دقیقا اون زاویه زاویه مناسبی باشه، نتیجهش این بشه که هم با انرژی فعالسازی کم هم با هر نوع جهتگیری این قضیه اصلاح بشه و باعث بشه که ما واکنشمون انجام بشه. پس بچه‌ها به این دو روش، به این دو روش که ما در موردش صحبت کردیم، یکی اینکه امکان برخورد مناسب افزایش پیدا کنه و دومی که انرژی فعالسازی واکنش کاهش پیدا کنه، آنزیما میان سرعت واکنش افزایش میدن. بچه‌ها من اینو می‌خواستم اینطور کامل براتون توضیح بدم که جا بیفته، یعنی این دو تا جمله رو بفهمید چی. حالا آیا افزایش انرژی کاهش انرژی فعالسازی واکنش بچه‌ها در ارتباط با همه آنزیم‌ها صادقه؟ یعنی اگر بگوید که همه آنزیم‌ها انرژی فعالسازی واکنش را کاهش می‌دهند، آیا این درست است؟ بگید به من. بچه‌ها دوستایی که قطعی دارن من چک می‌کنم هر لحظه اینجا درسته، یعنی صدا و تصویر درست میاد از دستگاه خودتون اگر قطعی دارین، یعنی مشکل اینترنت اینجا نیست. خب بچه اگر که بگه که انرژی فعالسازی واکنش رو همه کاهش میدهن درسته، پس در ارتباط با همه آنزیم ها این قضیه صادقه. ولی بچه امکان برخورد مناسب مولکول ها رو با هم افزایش بدهد چی؟ آیا همه آنزیم ها این نقش رو دارن که برخورد مناسب ذرات رو با هم دیگه افزایش بدهند؟ نه. چه آنزیم هایی صرفن بچه این کار رو میکنن؟ آنزیم های ترکیب کننده. اوکی؟ فقط آنزیم های ترکیب کننده. چرا الان واسه توضیح میدم؟ یعنی آنزیمی که بچه ها میخواد یک واکنش ترکیب رو انجام بده، اگر واکنش من بچه ها واکنش تجزیه باشه چه اتفاقی میفته؟ خب یه آنزیم میاد یه ذره رو میگیره نصفش مقاطب میکنه به دو قسمت، پس اینجا دیگه برخوردی بین ذرات صورت نگیره، فقط دو تا قسمت رو اصلا جدا کردیم. اوکی؟ پس کاهش انرژی فعالسازی واکنش در مورد همه آنزیم ها وظیفه همه آنزیم هاست، یعنی هر آنزیمی توی تست به شما بگه در کاهش انرژی فعالسازی واکنشش نقش داره، شما میگی بله. ولی اگر هر آنزیمی بهت بده بگه آقا امکان برخورد مناسب مولکول ها رو افزایش میده، میگی نه. مثلا آقا آمیلاز امکان برخورد مولکول مناسب چه مولکولی افزایش میده؟ آمیلاز میاد نشاسته رو میگیره تجزیه میکنه دیگه، آنزیم تجزیه کننده است. اوکی؟ ولی مثلا آنزیمی که به فرض پروتئین تولید میکنه، آمینو اسید رو میگیره کنار هم دیگه پیمان پپتید تولید میکنه، بله میتونیم بگیم مثلا امکان برخورد مناسب رو فراهم میکنه چون داره ترکیب انجام میده. خب پس اینم نکته اول. میگه همچنین با این کار سرعت واکنش هایی که در بدن موجود زنده انجام شدنی هستند را زیاد میکند. پس باز دوباره اینجا تاکید کرده بچه‌ها آنزیم ها نمیتوانند هر واکنشی را سرعت ببخشند. اوکی؟ یعنی اصلا جدا از این که تو بدن زنده دارن چیکار، تو بدن موجود زنده دارن چیکار میکنن چیکار نمیکنن، کلا یه قانونی دارن، نمیتوانند هر واکنشی را سرعت ببخشن. واکنش باید انجام شدنی باشه به ذات بچه‌ها که آنزیم بتونه بیاد روش تاثیر بذاره. یعنی چی؟ الان بهتون میگم. یعنی این، یعنی زمانی که من مثلا میخوام فرض کنیم من میخوام یه واکنش انجام بدم، من میخوام CO2 رو به علاوه H2O کنم به بنزین برسم، خب این واکنش ما میدیم انجام نشدنیه، معکوسش انجام میشه، یعنی شما بنزین رو بسوزونی میشه CO2 H2. ولی آیا میتونی CO2 و H2 رو از محیط بگیری بنزین تولید کنی باهاش؟ نه، این واکنش انجام نشدنی است چون برگشت ناپذیره. پس هر آنزیمی ما داشته باشیم نمیتونه این کارو کنه. پس آنزیم باید واکنش باید اول به ذات از لحاظ شیمیایی انجام شدنی باشه که آنزیم من بتونه روش تأثیر بذاره. خب میگه بدون آنزیم ممکن است در دمای بدن سوخت و ساز یاخته‌ها بسیار کند انجام شود و انرژی لازم برای حیات تامین نشود. یعنی اگر آنزیم وجود نداشته باشه چون واکنش خیلی کندن، اون ATP لازم برای ادامه حیات ما ایجاد نمیشه، نتیجش این میشه که یاخته میمیره. آقا این ممکن است به نظر شما؟ یعنی قطعا یا میتواند، یعنی واقعا، یعنی حالتی هستش که بدون آنزیم یاخته بتونه زنده بمونه، یا اینکه منظورش این بوده مثلا ممکن است رو اشتباه گذاشته، منظورش این بوده قطعا تحت حرارت اگه آنزیم وجود نداشته باشه یاخته ما از بین میره. ببین حقیقتش اینه که از لحاظ علمی قطعا، یعنی ما هیچ یاخته ای رو نداریم، هیچ یاخته زنده ای رو نداریم که بدون آنزیم زنده بمونه. ولی حالا چون کتاب گفته دیگه طراح هم در نظر میگیره دیگه، بعضی جاها کتاب جایی که متناقض از لحاظ علمی، طرح همیشه متن کتاب رو ارجحیت میده، کنکور هم همینطوره و شما هم باید همین در نظر بگیریم. پس این ممکن است، واقعا من مثال نقضی واسش ندارم اینکه بگم تو فلان حالت سلول من بدون آنزیم میتونه مثلا به ادامه حیاتش ادامه بده، ولی
در حد همین که خب تو کتاب گفته همینقدر کافیه واسه اینکه ما حفظ کنیم. پس این ممکن است رو حواستون باشه، زمانی که آدم میخونه ممکنه خیلی به این توجه نکنه. اینجا ممکن است، یعنی بدون آنزیم هم طبق ادعای کتاب میشه تا حدودی زنده موند. اوکی، ادامه حیات داد توی یاخته. میگه آنزیم های ترشحی دستگاه گوارش مثل آمیلاز بزاق و لیپاز در خارج از یاخته عمل میکنن. بچه آمیلاز که خب تو بزاق داشتیم، لیپاز ما میدونیم که تو روده باریک توسط لوزالمعده لیپاز ترشح میشه، یه مقدار لیپاز هم توسط یاخته های خود روده ترشح میشه، یعنی هم شیره روده هم شیره لوزالمعده تو خودشون لیپاز دارن. و در ضمن تو کتاب چاپای قبل هم میگفتش که توی معده هم لیپاز داریم. پس بچه اگه این لیپاز رو از پرسید از شما کجا هست، با سوای دهانتون ممکن ترکیبی بشه، بنابراین این رو یادتون باشه که لیپاز کجاست. میگه در خارج یاخته عمل میکنند. پس محل عمل کرده یه سری یاخت در کجاست؟ یه سری از آنزیم ها در خارج یاخت است. بعدی چی میگه؟ میگه ولی آنزیم های مؤثر در تنفس یاخته ای، فتوسنتز و همانندسازی درون یاخته فعالیت میکنند. ببین اینا چیه؟ هر کدوم به من بگو کجا؟ هر کدوم به من بگو کدوم ساختار سلولی فعالیت میکنند توی یوکاریوت. تو پروکاریوت که خب همش تو سیتوپلاسمه، چون پروکاریوت کلا قشای درون سلولی نداره، هست و اندامک و اینا نداره. به من بگو تنفس یاخته ای تو کجاست؟ کدوم اندامک؟ تنفس یاخته ای، آفرین، میتوکندری. پس تیکه اول اینجا که داره میگه تنفس یاخته ای منظورش میتوکندریه توی سلول یوکاریوت. فتوسنتز کجاست؟ آفرین، کلروپلاست یا سبز دیسه هم فارسیش هست. همانندسازی تو کدوم ساختار؟ توی هسته، دقیقاً. پس اینا بچه ها از اونجایی که میدونیم همه شون درون یاختن، خب پس میگه آنزیم هایی که تو این ست جا دارن فعالیت میکنن درون یاخته فعالیت میکنن، معلومه، چیز واضحی گفته. میگه البته گروهی از آنزیم ها مثل پمپ سدیم پتاسیم فعالیت خود رو در قشا انجام میدهن. آقا پمپ سدیم پتاسیم رو بالاتر جلسه قبل من گفتم آقا فعالیت آنزیمی داره، علاوه بر این که یک ناقل پروتئینیه، یعنی انتقال فعال رو از عرض قشا انجام میدهد، علاوه بر اون نقش آنزیمی هم داره. چه نوع آنزیمیه بچه ها؟ نوعی آنزیم ATPase بالاتر هم داشتیم، یعنی تجزیه کننده ATP، بهش میگن ATPase. اوکی، لفظ این آنزیم ها رو بهش میگن ATPase. چرا؟ چون ATP مصرف میکنه و تبدیلش میکنه به ADP و علاوه فسفات. پس از اینجا یاد بگیریم که همه آنزیم، همه پروتئین هایی که به طور کلی ATP مصرف میکنن، یعنی هر ماده که نیاز به مصرف انرژیستی داره، قطعا آنزیمه، چون یک کاری که انجام میده اینه که ATP رو تجزیه میکنه دیگه، و تجزیه ATP هم بالاخره یک واکنشه و چون سرعت میبخشه بهش میتونیم بگیم نوع آنزیم. پس پمپ سدیم پتاسیم بچا نوع آنزیم ATP از فعالیت خود رو در قشا انجام میده. پس من بخوام یه جمع بندی بکنم اینه بچا، محل تولید آنزیم کجاها میتواند باشد؟ ببین با توجه به این تقسیم بندی که درون سلول، قشا و بیرون سلول انجام داده، محل تولید آنزیم کجاست؟ کجاها میتونه باشه؟ یعنی آنزیم ها در کجاها میتونن تولید بشوند؟ به من بگو محل تولید یک آنزیم کجاست؟ توی چیز نمیگم، به طور کلی ببین بین درون سلول، قشا و بیرون سلول، من میخوام اینا رو بدونم. خب یه سری میگن فقط درون سلول. کسی از نظری غیر از این داشته باشه؟ یعنی بگه که آقا آنزیم جای دیگه‌ای به جز فقط درون سلول تولید میشه. آفرین، دقیقاً. بچا یه مثال نقض خیلی مهم داریم. هر موقع در مورد آنزیم ازتون پرسیدن، مثال نقض مهمش رو، یعنی سلطان مثال نقض این آنزیم است، پپسین. بچا یعنی مثلا اگه در مورد یاخت‌های بدن ازت بپرسن مثال نقض ترین یاخته کدومه؟ گلوبول قرمز بالغ، چون هسته نداره. یعنی اول باید اون فکر کنی. اگرم در مورد آنزیم ازت پرسن گفتن همه آنزیم، همیشه اول به پپسین فکر کن. پس محل تولید آنزیم ها بچا دو جاست. عمدتاً یعنی اکثر آنزیم ها درون یاخته، که تقریبا همه آنزیم ها میشه به جز اون آنزیم هایی که بیرونن، یه تعداد کمی، پس کمی بیرون یاخته، که چه آنزیمی مثالش میشه؟ مثالش مثل پپسین، مثالش مثل اون پروتئین فعال شده لوزالمعده، مثالش مثل ترومبین که میدونیم در هنگام خونریزی از تجزیه پروترومبین به وجود میومد، مثالش مثل فیبرین از تجزیه فیبرینوژن به وجود. اینا بیرون یاخته این اتفاق واسهشون میفته. پس بچه‌ها پپسین درون یاخته تولید نمیشه، پپسینوژن درون یاخته تولید میشه که پیشساز پپسینه و در نهایت میره بیرون و اونجا توی فضای معده در اثر اسید معده تبدیل میشه به پپسین. پس محل تولید آنزیم میتونه هم درون سلول هم بیرون سلول باشه. تو قشا میتونه باشه؟ نه، تو قشا دیگه آنزیم تولید نمیشه، یعنی آنزیمی که تو قشا آنزیم فعالیه. بنابراین
محل تولید این سه تا، این دو تا جا میتونه باشه، ولی محل فعالیت آنزیم میتونه هر سه تا جایی که کتاب گفته باشه، یعنی درون، غشا و بیرون. اینا همش یاخته است دیگه، درون یاخته، غشا یاخته و بیرون یاخته. گرفتی؟ پس تفاوتش اینه. یعنی عملا میخواد بگم کلا سه تا جا داریم دیگه توی بدن، یا توی سلول یا بیرون سلول یا رو مرزشه. مرز بین درون و بیرون سلول میشه غشا دیگه. میخواد بگه محل فعالیت میتونه این سه تا جا باشه. در مورد محل تولید بچه‌ها، اگر بگه آنزیم یا پیشساز آنزیم، یعنی اگه بگه آنزیم و پیشساز جفتشو در نظر بگیره، قطعا توی سلول تولید میشه، درست بگیریم یا نه؟ یعنی اگه بگه خود آنزیم و پیشسازش قطعا توی سلول تشکیل میشه، آره اینو باید درست بگیریم. اوکی، پس هر دوتاش مهمه، یعنی که آنزیم و پیشسازش اگر بگه، چون ما میدونیم پپسینوژن پیشساز پپسینه دیگه، تو سلول فیبرینوژن بالاخره توی سلولی تولید شده، پروتئین بالاخره توی سلول تولید شده، پس جواب درستی. خب پپسین یعنی چی؟ کمی بیرون یاخته انجام میشه. یعنی چی کمی بیرون یاخته؟ من دارم میگم محل تولید آنزیم ها عمدتا درون یاخته است، تعداد کمیشون بیرون یاخته است. این منظورم این نیستش که به تعداد مثلا پپسین کمی بیرون یاخته است، نه، منظورم اینه که از لحاظ آنزیم ها تعداد زیادی از آنزیم ها درون یاخته تولید میشوند، تعداد کمی از آنزیم ها بیرون یاخته تولید میشوند. خب بچه‌ها، تدریس‌ها جلسات قبلی رو اگه می‌خواید ببینید توی آپارات ما هستش، آپارات درس‌را می‌تونید جلسات قبلی رو برید ببینید. خب جلسه رایگان قبلی رو، البته اون جلساتی که خب رایگان نبوده اونجا آپلود نمیشه. تغییر آنزیم در بیرون یاخته آیا تولید آنزیم است؟ ببین بله، یعنی زمانی که من میگم پپسین تولید شده، درست از تغییر پپسینوژن به وجود اومده، ولی پپسین یا آنزیم جدیدیه و مستقل از پپسینوژن، یعنی از دید طراح پپسین و پپسینوژن دو تا چیز جدا از همن. آره پپسینوژن پیشساز پپسین هست، ولی اگه بگن پپسین کجا تولید شده است، شما باید بگی بیرون یاخته. خب اینم از این. بریم سراغ ادامه بحث ساختار آنزیم. میگه بیشتر آنزیم ها پروتئینی هستن. خب بچه ها وقتی بیشترش پروتئینی هستن، یعنی یه تعداد کمیش غیر پروتئینی هستن دیگه. ببینیم اون تعداد کم چیه؟ تعداد کمی از جنس RNA یا RNA ریبوزومی هستن بچه ها. چرا؟ توی ریبوزوم ما میدونیم ریبوزوم از یه تعداد پروتئین و یه تعداد RNA تشکیل شده. چه نوع RNA؟ RNA، یعنی اصلا RNA ریبوزومی، RNA ریبوزومی در ساختار ریبوزوم به کار میره، اصلا وظیفش همینه. بچه‌ها یه تعداد از اون رناهای ریبوزومی که در ساختار هستن نقش آنزیمی دارن، یعنی به صورت خاص مثلا اون آنزیمی که میاد پیوند پپتیدی بین آمینو اسیدها رو توی میتوکندری توی ریبوزوم برقرار میکنه، کار ریبوزوم همینه دیگه، تولید پلی پپتید، میاد آمینو اسید رو به هم وصل میکنه، پلی پپتید میسازه. اون آنزیمی که میاد پیوند پپتیدی رو برقرار میکنه، بچه‌ها اون یه آنزیم از جنس آر‌آر‌ان‌ایه. پس حواست باشه که 99% آنزیم ها پروتئینی ان، شاید در حد بچه ها 10-20 دونه آنزیم تو بدن ما باشه که تو همون در واقع رناتن هم هست و از جنس آر‌آر‌ان‌ایه. پس تعداد کمی از پروتئین ها از جنس، تعداد کمی از آنزیم ها از جنس آر‌آر‌ان‌ای ان، اونم نه همه آر‌آر‌ان‌ای ها، یعنی آر‌آر‌ان‌ای غیر آنزیمی داریم، آر‌آر‌ان‌ای آنزیمی هم داریم. منظورم اینه که تعداد کمی از آنزیم ها از جنس آر‌آر‌ان‌ای آنزیمی ان و عمده آنزیم ها که دارم میگم 99 مم از 99% شاید باشه پروتئینی هستن. این هم از این. خب میگه آنزیم ها در ساختار خود بخشی به نام جایگاه فعال دارن. بچه ها یک ناحیه از اون شکل سبودی پروتئین من، اون آنزیم من، یه ناحیه خاصیه که بهش میگن جایگاه فعال. چه ویژگی داره؟ جایگاه فعال بخشی اختصاصی در آنزیم است که پیشماده در آن قرار میگیرد. یه ناحیه خاصی از اون جسم آنزیم، اون شکل سبودی آنزیمه که دقیقاً همون جاییه که ماده من میاد میشینه، واکنش انجام میشه و بلند میشه. پس به این ناحیه بهش میگن جایگاه فعال. پس تعریف جایگاه فعال بچه‌ها مشخص شده، مشخص کردم براتون. میگه پیشماده در آن قرار میگیرد و ترکیباتی که آنزیم روش عمل میکنه رو بهش میگیم پیشماده. بچه‌ها این پیشماده توی شیمی معادل چیه؟ معادل واکنش دهنده است. یعنی اگه تو شیمی تو واکنش شیمیایی میگفتیم به طرف واکنش، یه طرف واکنش دهنده داریم، یه طرف فرآورده، اینجا هم همین پیشماده همون واکنش دهنده در واقع این واکنشی که آنزیم بهش سرعت میده و ترکیبات که حاصل فعالیت آنزیم هستن فراورده یا محصول نامیده میشوند. پس پیشماده یا واکنش دهنده این سمته و اون سمت فراورده یا محصول آنزیم بهش میگیم. حالا میگه که بعضی آنزیم ها برای فعالیت
به یونهای فلزی مانند آهن و مس، این یک، و یا مواد عالی مثل ویتامین ها نیاز دارن، این دو. پس به طور کلی قید آنزیم هایی که به کمک نیاز دارن چیه؟ بعضیه. پس آنزیم ها از لحاظ این که نیاز داشته باشن به در واقع، بچه ها اگر صدا یا تصویر بده من تاکید میکنم اینجا واسه من که دارم خودم میبینم اوکیه، یعنی فرستنده اوکیه، مشکل نت خودتونه اگر که صدا یا تصویر بد میاد. ببین میگه یونهای فلزی مانند آهن و مس و مواد عالی مانند ویتامین ها. پس ببین بعضی از آنزیم ها اونایی هن که نیاز به کمک دارن. پس از لحاظ نیاز به کمک به آنزیم، یعنی آنزیمی که نیاز داشته باشه به کمک، یعنی خودش تنهایی کارشو نتونه انجام بده، باید یه ماده دیگه بیاد بهش کمک کنه. پس یه سری اینجوری میشن که یه سری آنزیم ها نیاز ندارن، یه سری آنزیم ها نیاز دارن. اون آنزیم هایی که نیاز دارن بچه‌ها خودشون دو دسته میشن. یه سری ها هستن نیاز به مواد معدنی دارن، مثل چی؟ مثل همین یونهای فلزی، مثل آهن و مس. و یه سری هستن که نیاز به مواد عالی دارن. بچه ها این مواد عالیه رو بهش میگیم کوآنزیم. پس حواست باشه از لحاظ اینکه آنزیم ها چند دسته هن، یه قید بعضیشون نیاز به کمک دارن، یه قید بعضیشون هم نیاز به کمک ندارن، اصلا کوآنزیم یا هیچ چیزی دیگه نیاز ندارن، خودشون تنهایی کارشون انجام میدن. اون بعضی که نیاز دارن خودشون دو دسته میشن، یا مواد معدنی، مثالش چیه؟ یونهای فلزی، آهن و مس. و مواد عالی ممکن نیاز داشته باشن، مثالش چیه؟ ویتامین. اگر ماده عالی داشته باشیم که به آنزیم کمک کنه بهش میگیم کوآنزیم. پس به طور کلی بچه‌ها ماده کمک کننده به آنزیم رو میتونیم لفظ کوآنزیم واسش بیاریم، یعنی هر ماده‌ای که به آنزیم کمک میکند کوآنزیم است، درسته؟ هر ماده‌ای که به آنزیم کمک میکند کوآنزیم است، این درست است؟ خب غلطه. چرا؟ در واقع اینجوری بهت بگم، ماده کمک کننده به آنزیم یه چیز، یه لفظی داره، یه اسمی داره که تو کتاب شما نیومده، ولی این که یک بار شنیده باشینش خوبه برای اینکه گیج نشید. ببین ماده کمک کننده به آنزیم رو بهش میگیم کوفاکتور، نمیگیم کوآنزیم، میگیم کوفاکتور، یعنی یه عاملی که میاد کمک میکنه به آنزیم من. و کوفاکتورها حالا خودشون دو دسته میشن، یه دسته کوفاکتورهای معدنی هن، مثل همین یونهای فلزی، مثالش اینه ها، نه فقط، یعنی نه فقط رو حواستون باشه که یونهای فلزی مثالش فقط آهن و مس نیست، انواع یونهای فلزی میتونن کمک کنن، مهماش آهن و مس هن. یا مواد عالی هم بچه ها فقط ویتامین نیستن. پس کوفاکتور من میتونه مواد معدنی باشه یا مواد عالی باشه مثل ویتامین. اگر کوفاکتور من ماده عالی باشه بهش کوآنزیم گفته میشود. اینو بچه ها اگه ببینید دیگه تو تست اشتباه نمیزنی، اینو همیشه تو ذهنت باشه. کوفاکتورها یعنی مواد کمک کننده به آنزیم ها که خودشون دو دسته میشن، یا کوآنزیمن یا مواد معدنی هن. خب این از این، بریم این قضیه رو هم یه دور با هم حل کنیم. پس ببین این ماننده رو و اینم مثل رو، اینا رو حواستون باشه که یه نفقت واسه شون تو ذهنتون داشته باشید، یعنی که اینا مثالن ولی تمام مواد عالی یا مواد معدنی کمک کننده نیستن. میگه به مواد عالی که به آنزیم کمک میکنن کوآنزیم میگن. پس این دوباره تاکید میکنم دو شرط داره، یکی که ماده عالی باشه، دومی که به آنزیم کمک بکنه. وجود بعضی از مواد سمی، بعضی از مواد سمی در محیط مثل سیانیک و آرسنیک، دوباره این مثل رو نگاه کن، یه نفقت میخواد، یعنی این که سیانید و آرسنیک تنها مواد سمی نیستن که تو عمل آنزیم اختلال ایجاد میکنن، دو تا از مثالای مهمشن. میگه میتواند با قرار گرفتن در جایگاه فعال آنزیم مانع فعالیت آن شود، یعنی میره میشینه تو اون جایی که قرار پیش ماده نشسته باشه اونجا رو میبنده و نتیجهش این میشه که فعالیت آنزیم من درست انجام نمیشه. پس بعضی از مواد سمی از این طریق نقش خودشون رو ایفا میکنن که فعالیت آنزیم های بدن رو مختل میکنن. دوباره یه بعضی دیگه آورد، بعضی از این مواد به همین طریق باعث مرگ میشوند. پس من بذار اینجوری دوباره تقسیم بندی کنم، اینم قیداشو متوجه شی بچا. سم ها مواد سمی، اینجوری بگیم مواد سمی دو حالت دارن، یا یه بعضیشون
عملشون با تأثیر بر آنزیمه، یعنی بر عمل کرده آنزیم تأثیر میذارن. یه بعضی دیگه شونم بدون تأثیر بر آنزیمه. خب حالا اونایی که تأثیر بر آنزیم میذارن، دوباره یه بعضیشون انقدر قوی نیستن که کشنده باشن، پس بعضیاشون غیر کشندن. درسته که ممکنه مسمومیت ایجاد کنن توی بدن، ممکنه آسیب به بدن بزنن، ولی اونقدر قوی نیستن که بتونن بدن رو بکشن. سمهای ضعیفی مثلا سمهای حشره کش از این نوعن. سم حشره کش واسه حشره کشنده است، ولی واسه جثه بدن ما سم ضعیف حساب میشه. درسته آنزیمای ما رو میتونه مختل کنه، ولی اونقدر قوی نیست که بتونه منجر به مرگ بشه. ولی مثلا یه ماده مثل آرسنیک که سم خیلی قویه، پس بعضیاش دوباره میتونه کشنده باشه. اوکی، پس این توضیحی هم که کتاب داده اینجوری در واقع گفته میشه. مورد بعدی بچه ها، این شکلیه که ما توی این قسمت داریم. داره دوتا آنزیم واسه ما مثال میزنه بچه ها. و نکته که مهمه توی این شکله، بحث تعداد جایگاه های فعاله. یه سری از تست ها هستن که توی آزمونه ها میان میپرسن، مثلا بهت میگن فلان آنزیم چند جایگاه فعال دارد و تو باید بلد باشی این قضیه رو. توی بحث تعداد جایگاه فعال بچه ها، از لحاظ علمی اولا بهت بگم این سوال غلطی هست. یعنی از لحاظ علمی ما به هر ناحیه‌ای که به پیش ماده متصل شه میگیم جایگاه فعال. یعنی مثلا توی این آنزیمه که میبینی انگار دو تا جایگاه فعال داره، این منظور کل این ناحیه رو هم بهش میگیم جایگاه فعال. پس از لحاظ علمی اصلا غلطه. ولی برای اینکه بتونیم تستا رو جواب بدیم بچه ها، هر جایی که یک ماده متصل بشود یک جایگاه فعال حساب میشه از دیتراها. یعنی به عنوان مثال اینجا رو نگاه کن، این چند تا جایگاه فعال داره؟ این دو جایگاه فعال داره. بایستین دو جایگاه فعال داره. میبینی؟ یه دونش اینه، یه پیش ماده میشینه، یه دونش هم اینه. ببین به این صورت بهش میگن. ببین خیلی حرف دقیقی نیست، ولی حواست باشه دیگه به تعداد ماده هایی که میاد بشینه بهش میگیم جایگاه فعال. و آره متن کتاب هم دقیقا علمی توضیح داده، یعنی جایگاه های فعال هیچ وقت نگفته واسه آنزیما. طراحا اشتباه میکنن که لفظ جایگاه های فعال رو به کار میبرن، ولی خب عمده طراحا همینن دیگه. یعنی واسه اینکه تستو بزنی مجبور اینو بلد بشی دیگه. به تعداد جایگاه اتصال ما جایگاه فعال داریم، پس دو جایگاه فعال توی پرانتز جایگاه اتصال. آقا زمانی هستش که یک ماده جایگاه های اتصالش با جایگاه فعالش برابر نباشه؟ بله. جایگاه اتصال یعنی هر جایی که ماده بیاد بشینه. حالا اگر اون ماده اومد نشست و روش واکنش هم انجام دادیم، اون جایگاه اتصال اسمش میشه جایگاه فعال. مثلا پمپ سدیم پتاسیم، آقا سدیم رو سه تا جایگاه اتصال واسش داره، پتاسیم هم دو تا جایگاه اتصال. اوکی، یعنی سه تا جا داره که سدیم میره میچسبه، دو تا جا داره پتاسیم میره میچسبه. آیا این جاهایی که سدیم و پتاسیم میچسبن در پمپ سدیم پتاسیم جایگاه فعالش حساب میشه؟ به من بگو. آیا جایگاه فعال حساب میشه؟ نه. جایگاه چی حساب میشه؟ جایگاه اتصال حساب میشه. ولی تو همون پمپ سدیم پتاسیم اون جایی که ATP میره متصل میشه بهش جایگاه فعال حساب میشه. اون سمت درون سلولش که ATP رو میومد تجزیه میکرد به ADP برای فسفات، اونجا جایگاه فعال حساب میشه واسش. پس الزاما بچه‌ها جایگاه اتصال با جایگاه فعال مساوی نیست، ولی اینجا هم جایگاه اتصال منظور هم جایگاه فعال. پس اینو من بهت بگم، الزاما جایگاه اتصال با جایگاه فعال هم معنی نیست. خب تو این شکلی که داری میبینی چیز دیگه ای که مهمه، خب جایگاه فعال رو اینجا داری میبینی، ببین قشنگ مفرد نوشته، به خاطر همین دارم بهت میگم که جایگاه های فعال رفتش درست نیست، ولی ما باید در نظر بگیریم با توجه به طرح. اون پیش ماده است بچه ها، این پیش ماده چی میتواند باشد؟ ببین خب ما نمیدونیم ساختارش چیه، فقط قیافه‌ای که ازش می‌بینیم، می‌بینیم یک حلقه 6 زلی داره، یک حلقه 5 زلی داره. خیلی وقتا این شکل رو تو سوال میدم بچه‌ها، این می‌تونه یک دیساکارید باشه؟ به من بگید می‌تونه این ماده‌ای که ما اینجا داریم می‌بینیم یک دیساکارید باشد؟ خیر، نمی‌تونه دیساکارید باشه. چرا؟ دیساکاریدها ما می‌دونیم فقط قندهای 6 کربونه بودن با هم دیساکارید می‌ساختن، لاکتوز، مالتوز، ساکاروز، اینا دو تا قند 6 کربونه بودن، یعنی بعد دو تا 6 زلی میمونن اگه قرار بود دیساکارید باشه. ولی مثلا بچه‌ها میتواند یک نوکلئوتید بدون فسفات باشه، یعنی نوکلئوتیدی باشه که فسفاتش ازش کندیم. این میتونه باشه؟
بله چرا؟ نوکلئوتید بنفوسفات یعنی چی؟ یعنی قند و یه باز عالی دیگه. میتونه قندش این قند 5 کربونه باشه، مثلا اینجا یه ریبوز باشه، این 6 کربونه هم مثلا یه باز عالی پیریمیدینی باشه، یعنی تک حلقه باشه، یادتونه دیگه 6 زلی بود حلقه پیریمیدین و قندم که حلقش 5 زلی بود. پس به عنوان مثال اینو مثلا بلد بشه، اینو تو تستا زیاد میدن، مثلا میتواند، همه چیز دیگه هم میتونه باشه ولی مثالشه، مثلا میتواند نوکلئوتید بدون فسفات باشه، به این صورت که این 5 کربونه قند باشه، این 6 کربونه یه پیرمیدین باشه. خب این پایین چی؟ این پایین دیگه تکلیف معلومه دیگه. آقا اومده دوتا پیش ماده رو گرفته، دیگه ظاهرش هم یه جوریه که خیلی نکته ازش نمیشه در آورد. اومده این پیتوت پیش ماده رو گرفته، ما هم چسبونده، تبدیلش کرده به محصول. پس حواست باشه بچه‌ها، آنزیم ها به طور کلی دو نوع واکنش انجام میدن توی سلول، یکی تجزیه است یکی ترکیبه. که اونایی که تجزیه انجام میدادن بهت گفتم فقط کاهش انرژی فعالسازی واکنش رو دارن، ولی اونایی که ترکیب انجام میدن هم کاهش انرژی فعالسازی واکنش هم کمک به برخورد مناسب پیش ماده ها رو انجام میدن. به این دو طریق سرعت واکنش رو میبرن بالا. خب بچه ها دیگه تو این قسمت مورد خاصی نیستش، همه رو توضیح دادم براتون. بریم قسمت پایین تر، عملکرد اختصاصی آنزیم. این خیلی نکته های مهمی داره این تیکه. میگه که هر آنزیم روی یک یا چند پیش ماده خاص مؤثر است. پس دو حالت داره آنزیم من، یا تک پیش ماده است، یعنی یه دونه پیش ماده داره، یا چند تا پیش ماده داره. به طور کلی، به طور کلی اگه بخوایم بگیم، کلی دارم میگم دیگه، مثال نفس داره ولی کلی دارم میگم، آنزیم هایی که روی یک پیش ماده دخیلن اونایی که تجزیه میکنن یا ترکیب، بگید به من، اونایی که تجزیه میکنن یا ترکیب، یک پیش ماده دارن یعنی اونایی که تجزیه میکنن. بچه‌ها آنزیمی که تجزیه میکنه یه ماده رو میگیره، پس یه پیش ماده داره و تبدیلش میکنه به ذرات کوچکتر، پس چند فراورده داره. پس حواست باشه آنزیم تجزیه کننده به طور کلی یک پیش ماده چند فراورده، آنزیم ترکیب کننده به طور کلی چند تا پیش ماده رو میگیره یه فراورده میده به شما. اوکی، یعنی مواد رو میگیره و هم دیگه ترکیب میکنه. پس چند پیش ماده وقتی وجود داشته باشه یعنی ترکیب کننده. اون وقت تجزیه کننده بودیم و ترکیب کننده. بچه سوال هم جواب میدم، بذاریم برسیم به آخرین پاراگراف جواب میدم. میگه بنابراین گفته میشود که آنزیم ها عمل اختصاصی دارن. پس لفظ عمل اختصاصی که به شما میگوید به این معنی است که فقط یه دونه پیش ماده بگیریم، ولی به این معنی است که چند دیگه، یک یا چند تا، یه تعداد مشخصی باشه دیگه، رو همه مواد تاثیر نذاره. پس لفظ عمل اختصاصی نیستش که صرفا یه پیش ماده، یعنی روی یک یا چند پیش ماده تاثیر داشته باشه. شکل آنزیم در جایگاه فعال با شکل پیش ماده، یعنی یا کل پیش ماده یا بخشی از پیش ماده، نه کل پیش ماده. اینجوری بگیم چی داره؟ مطابقت داره و به اصطلاح مکمل یک دیگرن. بچه ها چیزی مهمی که توی تست میان این جمله رو برمیدارن، این مکملش رو عوض میکنن، چی میذارن که شما اشتباه کنید به نظرتون؟ میان میگن جایگاه فعال آنزیم با پیش ماده یا بخشی از آن چیه که اشتباه، آفرین، میگن مشابه. حواست باشه اینو مشابه نگم بهت گول بخوری. ببین این آنزیم منه، جایگاه فعالشه، این پیش ماده منه، ناکو اینا مکمل همن، مشتمه من میره تو دین دست، یعنی مکمل ساختارشون با هم، اوکی؟ مثل قفل و کلید میمونه. اگه بگه مشابه یعنی این، خب این دوتا که مشابه هن، تو هم دیگه که نمیرن، قفل و کلید نسونه که دوتا کلید که همدیگه رو باز نمی کنن. اوکی؟ پس یه چیزی که خیلی گول میزنن توی تستا اینه که بگی جایگاه فعال آنزیم با پیش مادهش مشابهه، به شما مشابه نیست، مکمله، یعنی این وارد اون یکی میشه، تو اون قرار میگیره. اوکی؟ در ضمن آیا قراره که آنزیم من مکمل کل پیش ماده هم باشه؟ نه، تو یه سری آنزیم ها کل پیش ماده رو در بر میگیرن، مکمل شکل کل پیش ماده هن، یه سری آنزیم ها نه، فقط یه بخشی از پیش ماده رو در بر میگیرن. مثلا یه سوال، آنزیم دنا و اسپاراز به نظر تو جزء کدوم یکی از ایناست؟ کل پیش ماده رو مکمل، یعنی مکمل کل پیش مادهش هست یا مکمل بخشی از پیش مادهشه؟ به من بگو. مکمل بخشه. چرا؟ ببین دنا و اسپاراز یه آنزیم انقدیه، دنا که پیش ماده دنا و اسپاراز خیلی بزرگه، مگه دنا و اسپاراز اینجوری نیستش که میاد دنا رو میخونه از روش در واقع یه رشته دنای جدید میسازه؟ خب پس پیش ماده هاش یا یکی رشته دنای قدیمیه، یکی اون نوکلئوتیدهایی که میخوان دنای جدید رو بسازن.
خب در مورد اون نوکلئوتیدها حالا شاید بتونه مکمل باشه با کلش، ولی در مورد اون رشته دنا قدیمیه که نمیتونه با کل مولکول دنا که نمیتونه مکمل باشه، فقط با یه ناحیه از مولکول دنا مکمله. پس اینا هم بچه‌ها میتونن بپرسن. هر آنزیمی ازت پرسید ببین پیش مادهش انقدر بزرگ هستش که خود آنزیم گنده تر باشه. اگه گنده تر باشه یعنی به بخشی از پیش ماده مکمله. اگر نه پیش مادهش کوچولو باشه خب میتونه آنزیم هم به کل پیش ماده مکمل باشه. خب این از این. میگه اگرچه آنزیم ها عمل اختصاصی دارن ولی برخی از آنها تعداد کمی منظورشه، برخی از آنها بیش از یک نوع واکنش سرعت میبخشن. ببین عمده آنزیم ها یه واکنش سرعت میبخشن. یه سری مثال نقض خاص داریم که بیش از یک نوع واکنش انجام میدن، یعنی آنزیم من مثلا دو تا واکنش انجام میده. حالا میخوام ببینم که بلد هستید مثال نقضشو یا نه. بچه ها تو کتاب های درسی ما دو تا مثال نقض داره که یه دونش رو خوندیم یه دونش رو نخوندید. آفرین. دناوسپاراز و روبیسکو. دناوسپاراز بچه ها اگه یادتون باشه دو تا فعالیت آنزیمی داشت، یکی فعالیت وسپارازی داشت یکی فعالیت نوکلئازی داشت. در ضمن جلوتر توی فصل 6 دوازدهم یه آنزیمی رو میخونید به نام آنزیم روبیسکو توی فتوسنتز نقش داره. اهمیت نداره الان، یعنی اصلا ذهنتون درگیر نکنید، فقط در حدی که شنیده باشه اگه تست ترکیبی با آینده دیدی بتونی بزنی. روبیسکو هم دو تا فعالیت داره، یکی فعالیت اکسیژنازی بهش میگن، یعنی ماده یه ماده رو میگیره با اکسیژن ترکیب میکنه، یکی فعالیت کربوکسیلازی، یعنی یه ماده رو میگیره با کربون دی اکسید ترکیب میکنه. اینم از این. پس این دو تا مثال هم بلد باشید، همین دناوسپاراز که قطعی بلد باشین چون خوندید، روبیسکو هم در حد یه نگاهی بلد باشید. خب میگه آنزیم ها در همه واکنش های شیمیایی بدن جانداران که شرکت میکنن سرعت واکنش رو زیاد میکنن، اما در پایان واکنش دست نخورده باقی میمانند. یه سوال ازتون دارم، آنزیم ها در همه واکنش های انجام شدنی موجود در بدن نقش دارن یا خیر؟ اینو به من بگید. یعنی فرض کنیم آنزیم ها فقط منظورمون واکنش انجام شدنی، آیا تو همه واکنش انجام شدنی نقش دارن یا نه؟ اینو بگید، همه بگید، من مثلا مهمه این یه مورد، چون اینو خیلی اختلاف نظر هست بین دانش آموزا، بین طراح اختلاف نظر نیست، بین دانش آموزا اختلاف نظر هست. خب خدا رو شکر اکثریتتون درست گفتین. بچه ها اینجا این جمله کتاب رو چون خیلی بد نوشته، خیلی جمله افتضاحیه، نتیجهش این میشه اکثر بچه‌ها اینجا میان گمراه میشن، اصلا نمیفهمن چی گفته. ببین به ما هیچ جای این جمله نگفته آنزیم ها در همه واکنش ها شرکت میکنن، گفته آنزیم ها در همه واکنش های شیمیایی بدن جانداران که شرکت میکنند، یعنی تو هر واکنشی که آنزیم نیاز داشته باشه سرعت واکنش رو زیاد میکنند. منظورش اینه که تو آنزیم تو واکنشی که هستن سرعت رو زیاد میکنن، خب تو واکنشی که دخالت ندارن سرعت زیاد نمیکنن. ما از این همه این نمیتونیم برداشت کنیم که تو همه واکنش ها قطعا آنزیم دخالت دارن. چرا؟ چون مثال نقضش رو داریم. بچه ها واکنش اینو تو پایه میرسیم بهش، واکنش همین امروز هم میبینیم، واکنش H2CO3 میدهد هاش مثبت به علاوه بیکربنات، یعنی اسید کربونیک میدهد هاش مثبت به علاوه H3O3 منفی. این واکنش آنزیمی است یا خود به خودی؟ یعنی این اتوماتیک انجام میشه تو بدن ما یا آنزیمیه؟ بگید به من. خود به خودیه. بچه ها ترکیب CO2 با H2O که میدهد اسید کربونیک آنزیمی است، ولی خود اسید کربونیک که تجزیه میشه به هیدروژن و بیکربنات، یعنی واکنش قسمت دوم، اون آنزیمی نیست. بهش میرسیم، تو پای مفصل بحث میکنیم. پس این مثال نقض رو اینجا بلد باشید که این یک واکنش شیمیایی غیر آنزیمیه. اوکی؟ پس اگر که بخوایم لفظ صحیح به کار ببریم، اگر بخوایم لفظ صحیح به کار ببریم، از این جمله چی رو برداشت میکنیم؟ به طور کلی چی میتونیم از این جمله برداشت کنیم که گیج نشیم؟ درستش رو بگیم که تو کتاب چاپ قدیم میگفت و الان هم با برداشت از کتاب نظام جدیدش کاملا درسته، یعنی کاملا اینو میتونیم بگیم که آنزیم ها در اکثر واکنش ها نقش دارن، یعنی یه سری واکنش ها هستن که آنزیمی نیستن توی بدن موجود زنده. پس قید صحیحش بچه ها همه نیست، قید صحیحش اکثره یا عمدتنه یا بسیاریه یا بیشتره. اوکی؟ خیلی 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 این مهمه، این اکثر مهمه، این همه رو بچه ها گیجتون نکنه ها.
ما به کرات در جلوتر هم توی 12 واکنش هایی رو داریم که خود کتاب گفته، مستقیم گفته، گفته آقا این واکنش به کمک آنزیم انجام نمیشود و کاملا به طور خود به خودی است. تو فصل 5 و 6 زیاد میبینه از اینا. پس چون مثلا نقضاتش زیاد داریم میگیم که آنزیم در اکثر واکنش شرکت میکنه. از لحاظ علمی هم واقعا همین اکثر قید صحیحیه. میگه حالا تو این واکنش هایی که شرکت میکنن سرعت واکنش زیاد میکنن، اما در پایان واکنش دست نخورده باقی میمانند. این که در پایان واکنش دست نخورده باقی میمانند، آیا میتونیم بگیم همواره؟ یعنی میتونیم بگیم به طور قطع و آنزیم من تو پایان واکنش هیچ تغییری درش اتفاق نمیفته؟ میتونیم اینو همواره رو بیاریم؟ بله، اینجا میتونیم همواره رو بیاریم، چون آنزیم بچه‌ها کاتالیزگر زیستیه دیگه، اینو میدونید. کاتالیزگر توی واکنش هیچ اتفاقی واسش نمیفته، بدون کوچکترین تأثیری واکنش رو سرعت میبخشه. پس این همواره یا قطعا اگه در موردش بگن صحیحه. تا بعدن بتونید بارها از استفاده کنید. پس یه آنزیم یه بار مصرف نیست، بارها میلیون ها بار از یه آنزیم استفاده میشه. میگه به همین دلیل یاخته ها به مقدار کم به آنزیم نیاز دارن. پس آنزیم کلا غلظتش توی سلول خیلی زیاد نیست، یه مقدار خیلی کمش میتونه کل کارو انجام بده، چون بعد از اینکه واکنش انجام داد دوباره میتونه واکنش بعدی رو انجام بده، دوباره واکنش بعدی رو انجام بده، یعنی که میتونه مجدد استفاده بشه. پس یه مقدار خیلی کمش کار ما رو راه میندازه. ولی یه جمله میگه، میگه البته به مرور مقداری از آنها از بین میرود و یاخته مجبور به تولید آنزیم های جدید میشود. یعنی اگر یا آنزیم رو ول کنیم توی یاخته میبینیم این غلظتش داره کم میشه و بنابراین واسه اینکه غلظتش ثابت نگه داریم باید دائم آنزیم جدید رو تولید کنیم. خب یه سوال ازتون دارم. ببین بالاتر که من گفتم همواره، اینجا چرا گفته به مرور مقداری از آن از بین میرود؟ یعنی چه معنی داره به ما میده؟ آیا جمله بالا درسته یا جمله پایین درسته؟ این دوتا که به نظر میرسن با هم تناقض دارن. جواب اینه که نه، این دوتا هیچ تناقضی با هم ندارن. بچه ها به مرور مقداری از آن از بین میرود به علت تجزیه شدن توسط آنزیم های دیگر این اتفاق میفته. بچه ها توی بدنمون ما یه قانونی داریم، هیچ مولکولی همیشگی نیست. یعنی برای اینکه مولکول‌های بدنمون رو بتونیم دائما عوض کنیم، ببین شما دائم غذا می‌خوریم مواد جدید وارد بدنمون میشه، اگه قرار باشه همون مواد قبلی بمونه که مواد جدید داریم بس چی می‌گیریم؟ دائم بچه‌ها ما پروتئین‌هایی رو که داریم همه‌شو، نه فقط آنزیم، ما پروتئینایی که داریم رو تجزیه می‌کنیم توسط سری پروتاز، دوباره می‌سازیمشون. یه اصطلاحی بهش میگن ترنوبر پروتئین در بدن، یعنی دائما در چرخش پروتئین ها تو بدنمون تخریب میشه و تشکیل میشه. بچه‌ها علت از بین رفتن آنزیمی نیستش که آنزیم پیر میشه، فرسوده میشه. آنزیم یه مولکوله، فرسوده و پیری واسه مولکول معنی نداره، ساختارش عیناً ثابت میمونه در طی واکنش ها. ولی به علت این ویژگی که یاخته داره بچه‌ها آنزیم رو تجزیه میکنه، آنزیم قدیمی میشه، آنزیم جدید دوباره میسازه. یعنی یه اتفاقیه که حالا اگه انجام نمیدادن مشکلی نمیخوردیم، ولی دارم میگم این کاهشش بچه ها به علت تاثیر تغییر پیدا کردن در طی واکنش نیست یا دست خوردن در طی واکنش نیست، این همواره درسته. اینی هم که گفته اینجا درسته، این دوتا با هم هیچ تناقضی ندارند. خب بنابراین باید دائم تو آنزیم های جدید تولید بکنیم. خب بریم سراغ توضیحات سوالی که پرسیدین. وقتی آنزیم غیر قابل استفاده شده چه اتفاقی واسش میفته؟ اگر آنزیم غیر قابل استفاده بشه، مثلا به دلیل دیگه ای بجز خود واکنش، مثلا دما بره بالا آنزیم غیر قابل استفاده شه، اوکی، یا مثلا پرتوهای در واقع جهش سا میتونن رو دی ان ای تاثیر بذارن، رو پروتئین ها میتونن تاثیر بذارن، بیان بخونم اون پروتئین ساختارش خراب شه، نه تو خود واکنش، به دلایل دیگه ساختارش خراب شه، خب چون تجزیه میشه دوباره آنزیم جدید ساخته میشه. خب قسمت ب چی میتونه باشه؟ اون صفحه قبل اگه داریم میگه خانم شیروی زاده، اون چیز نیستش، اون اصلا هیچ آیتمی رو نداریم، اون پیش ماده و فرآورده‌اش اصلا معلوم نیست، در حد کتاب چیزی نمیتونیم بگیم. کلاس بچه‌ها تا ساعت حدودای 8 و نیم هستش که هم 12 کار میکنیم هم پایه. همه آنزیم های درون یاخته انرژی فعال سازی همه واکنش ها رو کاهش میدن، غلطه. چرا؟ چون تو همه واکنش ها آنزیم نقش نداره دیگه، تو گفتم یه سری واکنش ها بدون آنزیم انجام میشه. خب انرژی فعالسازی واکنش زمانی کاهش پیدا کنه، بله سرعت واکنش زیاد میشه، توضیح دادم اول کلاس، به خاطر اینکه برخورد ذرات با هم، حالا اگه با سرعت خیلی کمی هم ذرات با هم برخورد کنن، زمانی که انرژی فعالسازی پایین باشه منجر به واکنش میشه، ولی زمانی که انرژی فعالسازی زیادی نیاز داشته باشیم ذرات باید با سرعت بسیار بالا با هم برخورد کنن. بنابراین تو دماهای بالا صرفا واکنش با سرعت خوب انجام میشه، تو دمای بدن سرعت واکنش خیلی عدد خوبی نمیشه. بنابراین آنزیم میاد انرژی فعالسازی میاره پایین که تو همین دمای 37 درجه هم مثلا دمای 1000 درجه سرعت واکنش بالا بمونه. خب آنزیمی که پروتئینی ساختاره چندمه
آنزیم ها مثل پروتئین ها دیگه، پروتئین ها اگر تک زنجیره ای باشن ساختار سوم ساختار نهاییشونه، اگر چند زنجیره ای باشن ساختار چهارم ساختار نهاییشونه. همه آنزیم ها عمل اختصاصی دارن. بله عمل اختصاصی یعنی یا یه واکنش انجام میدن یا مثلا دو تا واکنش انجام میدن، ولی دیگه مثلا هزار تا واکنش انجام نمیدن. پپسین رو میتونیم بگیم دو تا کار داره؟ نه، پپسین کلا کارش تجزیه پروتئین هاست، پس یه دونه کار حساب میشه. خود پپسینوژن رو هم که تجزیه میکنه، که تبدیلش میکنه به پپسین، پپسینوژن خودش یه پروتئینه دیگه، پس پپسین اصلا کاری نداره، کارش اینه که میاره تجزیه میکنه، حالا یا پروتئین غذا رو تجزیه میکنه یا یه پپسینوژن رو تجزیه میکنه و تبدیلش میکنه به پپسین فعال. بنابراین کارش یه کار عملا. همه پروتئین ها که ATP مصرف میکنن آنزیم هستند. بله ATP چون تجزیه ATP به معنای فعالیت ATP آزی است، بنابراین آنزیم هستند. هیستون ساختار چند است؟ هیستون بچه ها مولکول تک رشته‌ای، بنابراین ساختار نهایی ساختار سومه. تست رو امروز نه، به خاطر اینکه بعد به مبحث آزمون برسیم، ولی اگر از مبحث آزمون جلو بیفتیم خب تستم کار خواهیم کرد. خب این از این، بریم سراغ ادامش. این تیکه پایینم بگم و 12مون دیگه کارمون تمام شه با فصل. میگه عوامل مؤثر بر فعالیت آنزیم ها، عوامل متعددی از جمله پی هاش، دما، غلظت آنزیم و غلظت پیش ماده بر فعالیت آنزیم تاثیرگذار است. پس بچا 4 تا آیتم میخونیم در کتاب که سرعت فعالیت آنزیم رو کم و زیاد میکنه. یکی پی هاش، یکی دما، یکی غلظت و یکی غلظت آنزیم، یکی غلظت پیش ماده. پس این دو، این 4 تا آیتم هست. به جز اینا اگه بخوایم بگیم چه موادی هستن سرعت واکنش رو زیاد میکنند، به غیر از اینا میتونیم بگیم پنجمین آیتم چیه؟ کوفاکتورها هستن که بالاتر بهت گفتم، یعنی هم مواد عالی هم مواد غیر عالی که اینا سرعت واکنش افزایش میدن، به بعضی از آنزیم ها کمک میکنن. و ششمین آیتم هم که سرعت واکنش رو کاهش میده چیه؟ بعضی سم ها هستن مثل سیانید و آرسنیک. حالا به بهونه اینکه این بعضی سم ها رو گفتیم بچا، یه سوال ازت دارم، یه سوال دارم ازتون. اگر که به شما بگن تمام مواد صرفاً در جایگاه تمام موادی که به جایگاه فعال آنزیم متصل میشوند صرفاً پیش ماده، یعنی فقط پیش ماده به جایگاه فعال آنزیم متصل میشود، این درسته؟ غلطه. چرا؟ بالاتر خوندیم دیگه، بذار من اینو وسط بیارم. بالاتر اینو خوندیم که این سمه دقیقاً چجوری عمل خودشو انجام میده. گفته این بعضی از سم‌هایی که رو عمل آنزیم تاثیر می‌ذارن با قرار گرفتن در جایگاه فعال آنزیم مانع از فعالیتش می‌شوند. پس به طور کلی می‌تونیم اینجوری بگیم اتصال به جایگاه فعال آنزیم دو حالت داره. اتصال به جایگاه فعال آنزیم دو نوع ماده می‌تونن به جایگاه فعال آنزیم متصل شوند. یکی پیش ماده خود اختصاصی همون آنزیم که این از لحاظ شکل سبودی بچه‌ها مکمل جایگاه فعاله. یکی بعضی سم ها که گفتم وصل میشن به جایگاه فعال خیلی از آنزیم ها و مکمل جایگاهشون هم نیستن، صرفا متصل میشن، پس غیر مکملن. پس همین، مثلا یه سوال دیگه هم اگه بیاد بپرسه بگه هر ماده که به جایگاه فعال وصل میشه شکل ثبوتیش مکمل جایگاه فعال، غلطه. فقط پیش ماده اختصاصی اون آنزیم مکمله. اگر یه سم بیاد وصل شه به اون پیش ماده، به اون جایگاه فعال، اصلا شکلش مکمل نیست. خب این هم گفتم، حالا بریم پایین این عوامل مؤثر بر آنزیم رو صحبت کنیم در موردش. میگه پی هاش، میگه پی هاش بیشتر مایعات بدن بین 6 تا 8 است. بچا مثال نقضش چی؟ مثال نقضش رو خودش گفتم اون جلوتر. پس نه همه، مثل کی؟ مثل معده. محیط معده پی هاشش بچا 2ه، قبول؟ پی هاش محیط معده 2ه دیگه. پس یکی از مایعات بدن یعنی شیره معده وجود داره که پی هاشش بین 6 تا 8 نیست. مثلا پی هاش خون حدود 7 تا 4 است. پی هاش محیط داخلی هم میتونیم بگیم حدودا همین هولوش همینه، یعنی به طور کلی خون، لنف و مایع بین یاخته همه حدود 7 تا 4 دهمه، یعنی حدود میانگین 6 و 8. میگه البته باشه بعضی از این بخش خارج از این محدود است، یکی از مواد پی هاش ترشحات معده است که حدود 2 میباشد. گفتیم هر آنزیم در یک پی هاش ویژه بهترین فعالیت رو دارد که بهش میگن پی هاش بهینه. بچه ها گفته بهترین فعالیت رو دارد، یعنی میتونیم بگیم اگر آنزیم من تو اون پهاش بهینش قرار نگیره اصلا فعال نمیشه، یعنی آنزیمی که در پهاش بهینش نباشه غیر فعاله. اینو میتونیم بگیم؟ غلطه. آنزیمی که در پهاش بهینش نباشد فعالیتش به اندازه آنزیمی که تو پهاش بهینشه نیست، ولی غیر فعال هم نمیشه، یعنی سرعتش خیلی کم میشه ولی به صفر نمیرسه. پس بهترین فعالیت رو که اینجا گفته، من بیام اینو بیان کنم که هر آنزیم در همه پ
پهاش ها فعالیت دارد اگرچه اندک. یعنی ممکنه که آنزیم من توی پهاش غیر بهینه خیلی فعالیت کمی داشته باشه، ولی فعالیتش هیچ وقت صفر نمیشه. بهش میگم پهاش بهینه. مثلا پهاش بهینه پپسین حدود 2 است. به طور کلی بچه ها بدن یه جوری تنظیم کرده پهاشو که هر پروتئین تو هر جایی که فعالیت میکنه پهاش بهینش با پهاش همون محیط برابر باشه. یعنی مثلا پپسینی که تو معده فعالیت میکنه یه جوری ساختتش که پهاش بهینش 2 باشه، آنزیمی که مثلا تو روده باریک فعالیت میکنه یه جوری ساختتش که پهاش بهینش مثلا 8 باشه. یعنی به طور کلی پهاش بهینه با پهاش محیط فعالیت اکثر مواقع برابر است. پهاش بهینه پپسین حدود 2 است، در حالی که آنزیم لزومی بچه این 2 رو باید حفظ کنید. در حالی که آنزیم لازمه که از لزوم معده به روده کوچیک وارد میشن پهاش بهینه‌شون حدود 8. پس بچه‌ها محیط معده اسیدی است، ولی آنزیم های لزوم معده که میان به 12 که ابتدای روده باریک است وارد میشن پهاش بهینه‌شون حدود 8. در همین حد بعد بلد باشید. خب یه سوال ازت دارم، یعنی مثلا آنزیم های لزوم معده که میگیم غیر فعاله، آنزیم لزوم معده میگیم پروتازاش به صورت غیر فعال ترشح میشن، منظورمون اینه که آنزیم من ساختارش ساختار کاملیه، زمانی که میریزمش توی محیط غیر فعال میشو، یعنی ساختارش ساختار اوکیه، فقط به خاطر اینکه توی پهاش نامناسبه غیر فعاله و وقتی میاد توی 12 فعال میشه، یا یعنی اینکه در اون داستان فعال و غیر فعال از داستان پهاش دو تا امر جدا از همه. یعنی پروتاز من به طور کلی غیر فعال هست، در ضمن پهاشش هم توی لزوم معده مناسب نیست. زمانی که میاد توی 12 پهاش آنزیم من فعال میشه و در ضمن تو پهاش بهینه‌ش هم قرار میگیره. بچه‌ها این دو تا آیتم جدا از همه. یعنی چی؟ یعنی اینکه ارتباطی این قضیه پهاش ارتباطی با فعال شدن پروتازها ندارد. یعنی پروتاز من یه قطعه ازش کنده میشود، فعال میشه، در ضمن تو پهاش بهینه‌ش هم قرار گرفته. بنابراین این دو تا آیتم باعث میشه که بتونه خوب فعالیت کنه. اینم حواستون باشه، فعال شدن پروتاز لوزالمعده این ارتباطی باش نداره. خب چرا پهاش اگر عوض شه واکنش سرعت آنزیم عوض میکنه؟ میگه تغییر پهاش محیط با تاثیر بر پیوندهای شیمیایی مولکول پروتئین میتواند باعث تغییر شکل آنزیم شود، در چه امکان اتصال آن به پیش ماده از بین برود، در چه فعالیت آن تغییر کند. میگه این کارو میکنه. آقا پهاش میتونه رو کدومه که از این پیوندها تاثیر بذاره؟ پیوندها رو تو ساختار پروتئین‌ها خوندین، ساختار 1 2 3 4 پیوندهایی که توش داخل بودن رو خوندین. به نظر شما این داستان تغییر پهاش رو کدوم قسمت در واقع کدوم پیوند آنزیم من میتونه تاثیر بذاره؟ درستش بچه‌ها پیوند یونیه، یعنی رو پیوند هیدروژنی یا پیوندهای دیگه تاثیر نمیذاره. رو پیوند یونی به این طریق تاثیر میذاره که هاش مثبت بچه‌ها میتونه بره به اون بارای منفی بچسبه و خنثاشون کنه. بعد بریم پیوند یونی که بین مثلا یه آمینو اسید با بار مثبت و یه آمینو اسید با بار منفی تشکیل میشد قبلا، چون الان مثلا محیط اسیدی شده دیگه اون بار منفی نیست. اوکی؟ در نتیجه مثلا پیوند من نمیتونه درست تشکیل بشه. پس عمده تاثیرش رو بچه‌ها روی ساختار پیوند یونی انجام میده، ولی خب پیوند یونی رو ما نمیدونیم در حد کتاب دیگه. اگر بگه که رو ساختارهای چندم میتونه تاثیر بذاره، اینو ممکنه طراح ازت بخواد برداشت کنی. تاثیر بر چه ساختارهایی میتونه بذاره؟ تاثیر بر ساختار سوم و چهارم که پیوند یونی میتونن تو این ساختارها حضور داشته باشن. رو این دوتا میتونه تاثیر بذاره. خب وقتی تاثیر گذاشت شکل مولکول پروتئین من عوض میشه، در نتیجه جایگاه فعالم که یه بخشی از اون شکل سه‌بعدی پروتئین من بود اونم عوض میشه، چپندرغه چی میشه، نتیجهش این میشه که پیش ماده نمیتونه بس چه واکنش هم انجام نمیشه به خوبی. پس میزان فعالیت آنزیم من کم میشه، نه اینکه آنزیم کلا فعالیت نکنه، با همون جایگاه فعال ناقصش هم بعضی آنزیم واکنش ها رو ممکنه انجام بده، ولی خیلی خیلی سرعتش میاد پایین، یعنی بهینگی آنزیم از بین میره. خب یه داستانی هم که پرسیدن، ببین بیکربنات اسید معده را خنسا می کند، درست، هیچ ایرادی نداره و اوکیه توی دهان، ولی هم خنساش میکنه هم باعث میشه که چی بشه؟ محیط قلیایی بشه. یعنی
این نکته رو باید در نظر داشته باشید که تو اینجا وقتی ما میفهمیم پاشه محیط من توی 12 قلیاییه، یعنی اون بیکرباناتی که توی لوزالمعده آزاد شده رفته اسید معده منو خنسا کرده، در ضمن باعث شده پاشش از 7 هم بره بالاتر، یعنی محیط رو قلیایی هم کرده. بنابراین قدرت این بیکربنات از اون میزان اسیدی بودن که موسه معده بیشتر بوده. پس درستش اینه که خنسا میکنه در ابتدا و سپس محیط رو قلیایی هم میکنه بیکربنات. این از این. بریم سراغ دما. میگه آنزیم های بدن انسان در دمای 37 درجه بهترین فعالیت را دارند. آیا نکته بسیار مهم، نکته تیپی که تو تستا خیلی میبینیش، اصلا این جمله رو من میخوام یه مثال نقض بسش بگی. خیلی هم معروفه مثال نقضش، یعنی اگه میدونی فکر نکن خیلی هنر کردی، این تو خیلی تستا هست. آفرین. همه جا به جز بیزه بچا، همه جا در بدن به جز بیزه. بیزه به واسطه اینکه دمای در واقع فعالیتش 34 درجه است، بنابراین آنزیم هایی که توی بیزه فعالیت میکنن، یعنی آنزیم هایی در اسپرم سازی، در آنزیم هایی که مثلا تو سرتولی ان، آنزیم هایی که توی تولید تستوسترون نقش دارن، هر چی که هر داستانی که توی بیزه داشتیم، همه اون آنزیم ها دمای بهینه‌شون 34 درجه است. بنابراین اگر بگی که آقا در همه آنزیم های همه بدن مثلا 37 درجه بهترین فعالیت رو دارن، غلطه. در بیشتر جاهای بدن، پس آنزیم های کل بدن انسان، آنزیم های بیشتر نواحی بدن انسان در 37 درجه بهترین فعالیت رو دارن. اوکی، پس بیزه رو حواست باشه، مثلا نقض فوق العاده مهمیه، تو تستا خیلی میاد. میگه این آنزیم ها در دمای بالاتر ممکن است شکل غیر طبیعی یا برگشت ناپذیر پیدا کنند. بچه ها این شکل غیر طبیعی یا برگشت ناپذیر منظورش دو حالته. وقتی دما میره بالا دو اتفاق میتونه واسه آنزیم هم بیفته. آنزیم پروتئینیه دیگه. وقتی دما تا یه حدی بره بالا، پیوندهای ضعیف خب اصلا باز میشن. چرا؟ چون وقتی دما میره بالا، آنزیم شروع میکنه به حرکت کردن اتماش دیگه، یعنی جنبش ایجاد میشه توش، ساختارش ناپایدار میشه. اگر مثلا دما، مثلا یه آنزیم تو 37 درجه بهترین فعالیت رو داره، تا مثلا دمای 50 60 درجه برسونیمش، چه اتفاقی میفته؟ پیوند ضعیفاش اصلا باز میشن، یعنی چون شروع میکنه آنزیم به حرکت کردن، ذراتش اتمهای سازندش، مثلا پیوند هیدروژنیا میشکنن، مثلا پیوند آبگوریزی ها مثلا از باز میشه آنزیم، مثلا میدونی چی میگم، یعنی پیوند های ضعیف از بین میرن. ولی اگر این دما رو ببریم بالاتر، مثلا برسونیم 80 90 درجه، دیگه اتفاقی که میفته پیوند کووالانسی ها هم پاره میشن، یعنی انقدر دیگه دما میره بالا که پیوند های قوی هم از هم دیگه باز میشن. پس نکته آنزیم اینه، در مورد دمای بالا بچه‌ها توی آنزیم دو اتفاق میتواند بیفتد. اینجا رو نگاه کن، در مورد دمای بالا دو حالت داریم. اگر دما کمی بالا باشد، تغییرمون چیه؟ برگشت پذیره. یعنی دو سیستم برگشت پذیر میتونیم داشته باشیم. یعنی چی؟ اگر یه مقدار دما رو ببریم بالا، به واسطه اینکه پیوندهای ضعیف شکسته میشن، درست ساختار آنزیم به هم میریزه، خب آنزیم دیگه جایگاه فعالش هم به هم ریخته، نمیشه فعالیت کنه. ولی اگه دما رو دوباره بیاریم پایین، مثلا پیوند هیدروژنی باز شده دیگه، دما رو دوباره بیاریم پایین، پیوند هیدروژنی خود به خودی تشکیل میشه. پیوندهای ضعیف نیازی به آنزیم ندارن دیگه، خودشون میتونن دوباره تشکیل شن. پس برگشت پذیر هست این قضیه. اوکی. ولی اگر دما خیلی بالا باشه، مثلا در حد میگم 80 90 درجه برسه، دیگه برگشت ناپذیر بچا شکلش تغییر میکنه. چرا؟ به علت چی برگشت ناپذیر میشه؟ به علت اینکه دیگه حالا پیوند کووالانسی ها از دست رفته، پیوند پپتیدی ها از بین رفته. خب دیگه حالا اگه برگردونیش هم دمای پایین، یه سری آمینو اسید تفکیک شده از هم داری دیگه، اینا که هیچ وقت بر نمیگردن به هم. به خاطر همین بچا اگه دقت کنی، مثلا یه اتفاقی که توی از بین رفتن ساختار پروتئین میبینی خیلی هم جالبه، در مورد سفیده تخم مرغ. بچا سفیده تخم مرغ مقدار زیادیش یه پروتئینی به نام آلبومین، مثل مشابه هم آلبومینی که تو خون هست. اینو وقتی دما رو میبری بالا تا یه حدی تغییر رنگ نمیده، یعنی اگه دما رو دوباره بیاری پایین، مثل همون سفید تخم مرغ که قبلا داشتی، ولی از یه حدی دما رو میبری بالا، چون پیوند پپتیدیا باز میشن دیگه، دوباره دما رو بیاری پایین، اون پروتئین قبلی رو نداری. میبینی سفیده تخم مرغ که بی رنگ بوده، حالا شده سفید رنگ. بنابراین برگشت ناپذیر تغییر ماهیت داده. بنابراین اگه آنزیم می بود، برگشت ناپذیر دیگه از بین میرفت نقشش. خب پس دمای بالا داستانش اینه. در ضمن میگه آنزیم هایی که در دمای پایین غیر فعال میشوند، با برگشت دما به حالت طبیعی میتوان به حالت فعال برگردند. آیا این قطعیه؟ یعنی در دمای پایین هم ممکنه آنزیم هم به طور برگشت ناپذیری شکلش عوض شه؟ بگو به من. نه، در دمای پایین بچه ها علت این که سرعت واکنش کم میشه اینه که برخوردها کم شده، وگرنه خب منطقی بخوایم فکر کنیم، دمای پایین که اتفاقا ساختار پروتئین منو ثابت میکنه، پایدار میکنتش،
دمای پایین یعنی ذرات حرکت نکنن، ساختار پروتئین اتفاقا پایدارتر از قبلش هم میشه. بنابراین ساختار پروتئین عوض نمیشه. علت اینکه واکنش سرعتش کم میشه اینه که دیگه برخورد ذرات تو اون دمای پایین کمه. بنابراین فعالیت آنزیم هم کاهش پیدا میکنه. دیگه پیشماده ها خوب باش برخورد نمیکنن. بنابراین آنزیم نمیتونه واکنش رو خوب انجام بده. بنابراین دمای پایین داستانی که در موردش داریم چیه؟ اصلا مهم نیست تا چه حدی دما رو ببری پایین. دمای پایین همواره برگشت پذیره. یعنی شما بچه‌ها تا خود صفر کلوین هم ببری پایین، یعنی تا منفی 273 درجه که پایین‌ترین دمایی که میشه بهش رسید، تا همون دما هم ببری پایین، دوباره دما رو بیاری مثلا 37 درجه، آنزیم مثل بنز مثل روز اولش واسات کار میکنه. اوکی؟ اصلا به همین علته که بچه‌ها ما مثلا میایم یه بافت زنده رو وقتی می‌خوایم نگرش داریم فریزش می‌کنیم. مثلا یه سری سلول‌ها رو وقتی می‌خوایم نگرش داریم مثلا میایم دمای منفی 70 درجه فریز می‌کنیم. چون تو دمای پایین ساختار سلول حفظ میشه. ولی اگه دما بالا باشه خب پیوندها از بین میره، همین ساختار از بین میره. پس این آنزیم‌هایی که در دمای پایین غیر فعال میشن با برشته و بالتبی میتونن به حالت فعال برگردن، منظورش از این میتواننده این نیست که ساختارشون به هم ریخته. میگه آقا اگه دما رو به اندازه کافی بیاری پایین قطعا فعال میشن. ولی مثلا شما فرض کن از 270 منفی 273 درجه برسونیش مثلا به منفی 10 درجه، باز دوباره فعال نمیشه دیگه. یعنی بسته به اون میزانیه که دما رو بیاری بالا. اگه تا حد دمای بهینه‌اش بیاری بالا، آره قطعا فعال میشه. اینم از این. بریم سراغ غلظت آنزیم و پیشماده. میگه مقدار بسیار کمی از آنزیم لازم است تا مقدار زیادی از پیشماده رو در واحد زمان به فرآوری تبدیل کند. ببین بالاتر هم گفته بودیم دیگه، چون آنزیم چند بار مصرفه، مثلا با یه غلظتی مثلا 1,000,000 مولار میتونه سرعت بسیار بالای واکنش به ما بده. یعنی خیلی مقدار، میگم در 10 به تمام منفی 5 10 به تمام منفی 6 مولار غلظت خیلی پایین توی سلول میتونه واکنش خیلی سریع انجام بده. میگه اگر مقدار آنزیم زیادتر شود، خب منطقا چیه؟ مقدار آنزیم رفته بالا، خب تعداد آنزیم هایی که دارن فعالیت میکنن بیشتر میشه، درچه سرعت واکنش هم زیاد میشه. پس افزایش غلظت آنزیم واسه افزایش سرعت واکنش میشه. این که چیز منطقیه. میگه افزایش غلظت پیشماده چجوریه؟ ولی افزایش غلظت پیشماده در محیطی که آنزیم وجود دارد نیز میتواند تا حدی باعث افزایش سرعت شود. پس پیشماده تا یه جایی تا حدی نه نامحدود میتواند باعث افزایش سرعت واکنش بشه. افزایش تا چه زمانی ادامه پیدا میکنه؟ تا زمانی ادامه پیدا میکنه که تمامی جایگاه فعال آنزیم ها با پیشماده اشغال شود. یعنی اصطلاحا آنزیم ها اشباع شوند. تا زمانی که آنزیم ها اشباع نشده باشند، یعنی چی؟ هر چقدر پیشماده بیشتر بریزی خب بیشتر واکنش انجام میشه. ولی فرض کن آنزیم ها اشباع شدن، حالا شما برو 1000 برابر دوباره پیشماده بریز، خب آنزیم ها دیگه بیشتر از اون توان ندارند. اوکی؟ میگه در این حالت سرعت انجام واکنش ثابت میشود. پس از یه جایی به بعد هر چی شما پیشماده بیشتر بریزی تو ظرف واکنش سرعت بیشتر نمیشه، چون عامل محدود کننده تو غلظت آنزیمته نه غلظت پیشماده. حالا تو غلظت پیشماده 1000 برابر کن، اتفاقی نمیفته. من واسه این قضیه همیشه یه مثالی میزنم. میگم آقا شما فرض کن رفتی مثلا یه جا سه تا هیئت داره غذا میده، این سه تا هیئت رو مثلا اگه 20 نفر آدم باشن، خب این 20 نفر آدمو بکنی 40 نفر آدم، خب سرعت غذایی بیشتر میشه. ولی اگه مثلا این سه تا دونه هیئت مثلا 10,000 نفر آدم باشن، شما بکنی 500,000 نفر آدم. آقا این سه تا هیئت یه ظرفیتی دارن دیگه، تو هر لحظه مثلا یه تعدادی غذا طرف میتونه بده. اوکی؟ بنابراین تعداد غذادهی بیشتر نمیشه از یه حدی. ولی از اون طرف شما نگاه کن، اگه تعداد هیئتات رو زیاد کنی، مثلا 1000 نفر تو صفن، به جای سه تا هیئت 10 تا هیئت داشته باشی، هر چقدر تعداد هیئتات رو زیاد کنی تعداد غذادهی بیشتر میشه، چون آدم هست که بره غذا بگیره. یعنی میخوام اینو بهت بگم که حواست باشه توی بدن همیشه عامل محدود کنندت آنزیم است، غلظت آنزیم است که کمه، وگرنه پیشماده که مقدار خیلی زیادی هستش. خب در مورد سوال بچه ها اگر سوالی داریم بپرسین، سوالتون بذارید که من این تیکه آخرش توضیح بدم بعد بریم سراغ سوالا. میگه گفته میشود تب بالا خطرناک است، بین این مسئله به فعالیت آنزیم چه ارتباطی میبینید؟ آقا تب تا یه حدی آنزیم میتونه توش فعالیت کنه. اگه بگه آقا مثلا دما اگه یه درجه بره بالا آنزیم ها غیر فعال میشن، غلطه. آقا مثلا تب ما از 37 درجه میتونه تا 38 39 بریم، هیچ مشکلی هم آنزیم بدنمون پیدا نمیکنن. ولی تب بالا خطرناکه، یعنی از یه حدی دما بره بالاتر خطرناک میشه. پس نه هر تبی. چرا خطرناک میشه؟ به خاطر اینکه آنزیم ها غیر فعال میشوند در دمای بالا. اصلا
بچه ها از همین قضیه بدن ما استفاده میکنه. بدن ما دما رو میبره بالا، میگه آقا آنزیمای خودم هم ممکنه غیر فعال شد، ولی آنزیمای باکتری 10 برابر بیشتر غیر فعال میشن، پس بذار مثلا من تب کنم باکتری ها بمیرن به قیمت اینکه سلول خودم هم حالا یه حدی آسیب ببینن. پس بچه ها تب هم واسه میزبان هم واسه اون عفونتی که اتفاق اون عامل اون عفونت میتونه مضر باشه، واسه هر دو تاش است. میگه با توجه به تاثیر متفاوت دمای کم و زیاد روی آنزیم ها، از این ویژگی در آزمایشگاه چجوری میشه استفاده کرد؟ ببین دمای کم زمانیه که میخوایم غیر فعال کردن برگشت پذیر ایجاد کنیم، یعنی مثلا الان یه آنزیم داره فعالیت میکنه تو محیط واکنش ما، میخوایم الان فعالیت نکنه دوباره مثلا نیم ساعت بعد فعالیت کنه. پس این دمای کم از کی استفاده میکنیم؟ توقف برگشت پذیر واکنش رو اگه بخوایم توی محیط واکنشمون انجام بدیم. ولی یه زمان هستش آقا شما میخواید دیگه آنزیمی که تو محیط واکنش هست دیگه هیچ وقت کار نکنه، خب از دمای بالا زیاد استفاده میکنی، پس دمای زیاد میشه توقف برگشت ناپذیر، بنابراین در واقع آنزیمات اومدی از بین بردی. این هم از این. خب بیایم یه سری نمودار هم بچه هم من واسه تون بکشم در مورد فعالیت آنزیم ها و بعد دیگه کارمون رو تمام کنیم. از نمودار اینجا میشه. ببین چهار تا آیتم دیدیم، پس این چهار تا آیتم رو باید در مورد نموداراش صحبت کنیم با هم دیگه. ببین یه نمودار هست تأثیره پهاش بر سرعت واکنش، به نظرتون چه شکلی میشه؟ بچه ها پهاش های خیلی پایین یا پهاش های خیلی بالا سرعت واکنش خیلی کمه، توی یه پهاش بهینه سرعت واکنش خیلی زیاده. پس یه چیز داریم به نام این ناحیه بهش میگه پهاش بهینه که ماکسیموم سرعت رو به ما میده. اوکی؟ اگر پهاش ما از پهاش بهینه بیشتر شه، یعنی محیط قلیایی تر شه، سرعت کم میشه. اگه محیط اسیدی تر شه، سرعت باز دوباره کم میشه. آیتم بعدی که بچه‌ها داریم، بذارید من این پایین بکشم که جا هست، بحث سرعت به دما. اوکی؟ واکن نمودار سرعت به دما بچه‌ها اینجوریه، یعنی اینکه دوباره اینم یه دمای بهینه داره، اگر از این دمای بریم بالاتر آنزیم خیلی سریع متوقف میشه. ببینید نمودار خیلی سریع افتاده، چرا؟ به خاطر اینکه ساختارش به هم میریزه. ولی از این دمای بیایم پایین تر آنزیم خیلی با به صورت شلشل سرعتش کم میشه. چرا؟ چون ساختار آنزیم ثابته، یعنی مشکلی تو ساختار نداریم، فقط چون برخورد مولکولا با هم کم شده به صورت تقریبا خطی بچا سرعت کاهش پیدا میکنه. پس اینم داستانه بحث دما شد. از اون طرف یه نمودار دیگه میتونیم بکشیم، نمودار سرعت بر اساس غلظت پیشماده. یعنی تو محیط کشت من، اگر تو محیط واکنش من غلظت پیشماده رو اگه ببریم بالا چه اتفاقی میفته؟ بچه ها نمودارش یه همچین حالتی، یعنی یه مجانب داره اصطلاحاً. یعنی غلظت پیشماده رو تا یه جایی اوایل ببری بالا سرعت زیاد میشه، ولی از یه حدی به بعد دیگه سرعت ثابت میشه، همینجور تا آخرش ثابت میمونه. اوکی؟ پس اینم بحث سرعت نسبت به غلظت پیشماده است. یه نمودار دیگه هم داریم که خیلی نمودار ساده ایه بچه ها، سرعت نسبت به غلظت آنزیم. اوکی؟ نمودار سرعت نسبت به غلظت آنزیم بچه ها تقریبا نمودارش خطیه. گفتم هر چقدر شما تعداد هیئت رو ببری جلوتر، چون آنزیم عامل محدود کننده نه غلظت پیشماده، بنابراین هر چقدر آنزیم رو ببری بالا سرعت بیشتر میشه. یه سری از طراحا میگن آقا اینم در انتهای دوباره ثابت میشه، یعنی یه جایی ممکنه بشه که انقدر شما آنزیم داشته باشی که دیگه پیشماده ای نمونه واسط، متوجه میشی؟ اون موقع دیگه هر چقدر آنزیم بریزی واکنش سرعت واکنش بیشتر نمیشه. ولی در حالت طبیعی توی بدن بچا نمودارش این شکلیه، چون همیشه مقدار آنزیم خیلی کمه، بنابراین تو هر چقدر آنزیم از جدید اضافه کنی پیشماده هستش. توی یه سری تستا میگن آقا آنزیم از یه حدی دیگه هر چقدر اضافه کنیم نیست، مثلا خیلی زیاد اگه اضافه کنیم باز دوباره نمودارش مثل همین صاف میشه از جای به بعد، ولی توی غلظت های معقولی که توی بدن داریم نمودارش به این صورت. خب اینم از این. حالا بچا تمام شد این تیکه، سوالاتونو بپرسین که یه استراحت هم بریم، بعدش بریم دهم رو کار کنیم. خب طرز عمل در تجزیه به چه صورته؟ طرز عمل آنزیم ماده پیش ماده تو میگیره نصف میکنه، این میشه تجزیه. خب جزوه رو بعد کلاس میذاریم. در قسمت روبیسکو آنزیم رناوسپاراز رو نگفتیم. ببین آنزیم رناوسپاراز دو تا فعالیت انجام نمیده، یعنی اون داستانی که فسفات رو جدا میکنه در ضمن
پیوند فسفودیستر رو برقرار میکنه، اون دو تا فعالیت آنزیمی جدا نیست، تو کل اون رو بهش میگن فعالیت بسپارازی. یعنی فعالیت بسپارازی شامل دو مرحله است: یک، جدا کردن فسفات، دو، برقراری پیوند فسفودیستر. اگر به جای اکسیژن کربن مونوکسید متصل شه، برگشت پذیر است، ولی به سختی برگشت پذیر، تو شکلی که تو دهم ده دقیقاً امروز بهش میرسیم صحبت میکنیم. مواد سمی خودشون پیش ماده هم هستند؟ نه، خیلی نمیشه تو بدن به صورت عادی که مواد سمی پیش ماده هیچ واکنشی نیستن. نمودار رو تو آزمون مستقیم نمیدن، ولی بچه‌ها نمودار رو بلد باشی میتونی ذهنیت داشته باشی سوالایی که تحلیلی است رو توی آزمون بزنی باهاش. خب پروتئین تخم مرغ گفتن اسمش آلبومینه، مثل مشابه هم آلبومینی که توی خون وجود داشت. نمودار سرعت پهاش و دما رو توضیح دادم دیگه. ببین پهاش پهاش بهینه داریم، تو اونجا بیشترین سرعت رو داریم، بعد دوباره سرعت کم میشه. تو دما یه دمای بهینه داریم که این حدود 37 درجه است توی بدن، به اوج میرسه، بعد دما بره بالا دوباره کم میشه. غلظت پیش ماده و غلظت آنزیم که گفتیم، پیش ماده به خاطر اینکه از یه جای به بعد دیگه سرعت زیاد نمیشه، یه مجانب داره اصطلاحاً، بالاتر از یه حدی نمیره، ولی آنزیم چون عامل محدود کننده نیست، هر چقدر اضافه کنیم آنزیم سرعت واکنشو بیشتر میبره بالا. آمونیاک مگه پیش ماده؟ جو گفتم، توضیح دادم در مورد جزء، گفتم بعد کلاس گذشته میشه. اونجا مگه آمونیاک پیش ماده نیست؟ آمونیاک پیش ماده نیست. من متوجه نمیشم کجا رو داری میگی، اونجا کجا آمونیاک پیش ماده نیست. خب توی آنزیم ترکیب آمونیاک با CO2 نمیشه، تنظیم آمونیاک با CO2 خب توضیح دادم دیگه، این توی کبد اتفاق میفته. حالا من نمیدونم منظورتون چیه از این میپرسین، من متوجه نمیشه. در مورد اون کسایی که گفتن ثبت نام کردیم ولی با همون تماس گرفته نشده، بچه ها اگر با همون تماس گرفته نشده، به همین عددی که بالا فرستاده شده یه اسمس بدید، بگید با ما تماس گرفته نشده که با تون تماس بگیرن. نگران نباشین چون تعداد ثبت نام زیاده، یه مقدار طول میکشه که شاید با تون تماس گرفته بشه، ولی اصلا خیالتون راحت بشه قطعا اتفاق میافته. خب نمودار مربوط به په هاشو دیگه سه بار توضیح دادم دیگه، خدایی خیلی ساده بود دیگه، برو تو فیلمش ببین یه بار دیگه متوجه میشی. آمونیاک ببین، ماده سمی که توی این ماده سمی به حساب نمیاد. اگه میگه آمونیاک ماده سمیه و چطور میتونه پیش ماده باشه، منظور ماده سمی که رو آنزیم تاثیر بذاره نیست. آمونیاک اصلا نمیتونه اون نقشی که مثلا سیانید و آرسنیک دارن، گفت اونجا گفت بعضی مواد سمی رو آنزیم تاثیر میذارن، آمونیاک از اون بعضی دیگریه که رو آنزیم تاثیر نمیذارن. یه بنده خدای 500 تا کامنت گذاشته جزوه که میدین، به خدا بعد کلاس. خب این سوال رو میپرسم، اگه کسی صفر مطلق باشه، تازه به کلاس اضافه شده باشه، دیگه به کنکور تیر 402 نمیرسه؟ ببین نه، میشه میشه، اگه صفر مطلق هم هستی کلاس رو شروع کن با ما پیش بیا. در مورد زیست من میتونم بهت بگم خیالت راحت بشه، تا حد خوبی میای بالا، و در مورد درسای دیگه هم واقعا همکارای دیگه دقیقاً همین جوری هستن. کلاس سالیانمون بچه‌ها با برنامه ما، با برنامه آزمون قلمچیه، برنامه راهبردی میتونید دانلود کنید، ببینید که هر جای تو هر تاریخ تو هر کلاس تا کجا خواهیم بود، اونجا واسه تو مشخص هستش. خب دیگه آنزیم های کبدی جایگاه فعال برای مواد سمی دارد، توضیح دادم واسه ماده سمی داره، ولی واسه اون مواد سمی که میرن اشغال میکنن جایگاه فعال آنزیم رو نیستش. خب اینم از این حل بچه ها، خسته نباشین. بعد